آنگا بودم میکسو مستر کنیم خیلی خوش کنیم دفن شکل 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 سنتور داره با خیدونه اتاقم داری میگیریم سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون و فراد و فرزادم هستن سلام, سلام. یه مهمون خیلی باحال داریم خوبیزه. کوروش سلام. اومده پیش ما سلام سلام بچه سلام بچه مرسی که من دعوت کردین روی برنامه خفنتون برنامه خفن ما کوروش رو دعوت کردیم که در مورد موسیقی و یوتیوب و چیزهای مختلفی که ما اصلا هیچ تجربه توش نداریم صحبت بکنیم من یه کوچولو فقط یا میخوای خود بگو اصلا خودم میگه من منم تجربه خاصی زیاد ندارم ولی خب چرا اینجا سیستم اینی که من نزدیک بودی بچه گفتن طبقه پایین آره من فقط چون که خیلی نزدیک بودم بهتون من گفتیم بیام نه چون که مثلا دو طبقه پایین ترم بگو که چند مدت دنباله این بودیم که با شما صحبت کنیم از موزیک رو شروع کنم از آره بگو تو ایران چی کار کردی خب چند سال کار کردی از دوازده سالگی که یادم میاد که اولین بار که ساز گرفتم دوازده سالم بود چه سازی بود گیتار گیتار برقی اصلا اول سال الکتریک ساله دیگه مثلا 14 ساله باشین دو سال متوالی الان 29 سال نو آره دقیقا بله میدونم چقدر دقیق میدونستی که عجیب بود آره ولی دوازه سالم بود اولین گیتار گرفتم گیتار برقی گرفتم اونم به خاطر اینکه خیلی اصرار داشتم به ما که من حتما میخوام گیتار الکتریک بگم چی که یه دونه همکلاسی داشتم اون همیشه راک متال گوش میداد بعد من دیگه از اونجا دیگه عاشق راک متال شده بودم دیگه به مامانم هر روز صبح تا شب به مامانم گیر دادم که الکتریک و الکتریک میخوام یه یه سال یه سال که التماس کردم آخر سر رفتیم به گیتار گرفتیم واکنش پدرمادر اصلا دوست نداشتن اصلا دوست نداشتن چون که یادم میاد که رفتیم گیتار الکتریکر بگیریم اولی مغازه که رفتم با بابام مغازه چون که گیتار الکتریک نداشت درست حسابی توی مغازش برگشت به بابا گفتش که آره هر کی میاد دنبال گیتار الکتریک یا معتاد میشه یا همینجوری یا معتاد میشه یا اصلا به راههای بد کشته میشه برای من بودم میذاشتم پیانوی و این چیزی چون که نداشت تو مغازش اگه داشت نداشت همش بدی میگفت دیگه هی اون موقع که کجا گیتار الکتریک میفروشن کجا نمیفروشن فهمیدون آخر سر دارم که یه خیابونه تو جمهوری خیابون جمهوری است بعد از پاساژ علادین اونجا تمام راسته گیتار فروش است گیتار برقی فروش گیتار برقی فروش من یه منم توی دبستان که بودم یه دوست داشتم که شروع کرد درام زدن من خیلی دوست داشتم بهم درام یاد بگیرم اینا دارو اگه میشوی سلام دارو رو یاد آره،, آره هنوزم میزنه آره هنوزم آره. که درام خفن میزنه و اینا. بعد من خیلی دوست داشتم اون موقع رابطه خیلی نزدیکی هم داشتیم و اینا بابای من اصلا با این موضوع کنار نمی که اصلا بچه ایرانی که اصلا درام چیه تنبک <تصفح> <تصفح> و مثلا سنتور و گیتار مثلا دیگه گیتار دیگه <تصفح> اوجش بود دیگه فامیل <تصفح> <تصفح> ما باید. راستش مثلا ما چیز نبود اینجوری نبود که بگن چی آ... بزن آه چی بزن از سیستمی که من خواهر بزرگتر دارم بله. و اون قبل من همه سازاری دور یاد گرفته بود و ول کرده بود بعد دیگه منو جدی نگرفت. امیدی بودم. آره منو جدی نگرفته بودن که مثلا <null> برو بابا مثلا باشه باش میگیرم برات آره میدونین این چی که حله ولی وقتی گرفت... سازه خواهر تو گرفتم فنا ورد و با اینا بزن اگه تونه یه دونه یه دونه یه دونه اور... حرفا رو بهم زدن یه دونه یه دونه چیکار اورک داشتیم از برخواهرم بود که میگفتم مثلا با اون برو بزن و اینا ولی دوست نداشتم که من اصلا گیر دادم که از الکتریک چه که اصلا عاشق متالیکا و این چیزا شده بودم من اورگ با اون چیزی که من میخواستم جیو در نمیومد منم می خواهر بزرگتر دارم معمولا دو چرخ و اینا همیشه اینطوری بود که فعلا خب خواهرت بزرگ شده ما برای اون میگیریم تو فعلا اینو حالا خوبه گفتم قرمز روش گل داره فعلا استفاده کن به اصلا نرسید به اونجا مثلا خواهرم دو چرخه میخرن به معنی اصلا دو چرخ نداشتم من من هنوز بلد نیستم داره. دو چرخ سواری کنم سر من بچه بودم من همه کارا با خواهرام میکردم به من رسید دیگه اینجوری بودن که نه دیگه یه دور یه بار کردیم دیگه بس <applause> تو حتی خودت خود ساخته بزرگ شدی آره، آره، <applause> آره، آره، <applause> <داقیقا. تصفيق> نه ولی خب این به جاش باعث شد که وقتی که گرفتم گیتار رو خیلی مثلا دیگه too ماچ آره شروع کردم مثلا روزی 10 ساعت گیتار میزنم 8 هی ساعت هیچ کاری دیگه نمی‌کردم این فقط هر هدف هدفم گیتار زدم اه. خیلی می‌خواستم ثابت کنم خودم که مثلا به خانواده ثابت آره. شده الان یا هنوز بعضی مدت آره. این بودن بس دیگه حالا بعد گیتار گرفتی کلاس چی رفتی کلاس کلاسم خیلی جالب کلاسم موقع معلمی نمیشناختم بعد مادر بزرگم یه مادر بزرگم تو کار موزیکینا بود از قبل خب. یه یه شما مادر تو کار آقایی میشناخت که گیتار که دست گیتار میداد که اونم نه نه موتاد نبود ولی ولی احساس میکنم که اطلاعاتی بعد خیلی آقای خوبی بود ولی اطلاعات زیادی از گیتار نداشت خب که مثلا با هم میومد پیشم با هم کار میکردم اینا سوالی که میفرستام جوابمو درست نمیداد مثلا سال جوابای رندوم به میداد احساس میکنم الان که دارم بهش فکر میکنم احساس میکنم اون همون خودش یه افتاد که گیتار خیلی دوست بکنن چون که مثلا میپرسن آقا ببخش چی جوری من میتونم صدام شبیه تر به صدای متالیکاشه مثلا میگفت آره مثلا بری فلان چیزو بخری اون کارو بکنی الکی چیزای رندوم الکی مثلا نمیگفت با تمرینه و بعد اینو بزنی بعد اونو بزنی خوش نمیتونست متالیکا رو بزنه و همین خوش هم مثلا سوال بود که چه جوری میشه صدای متالیک رو داد بعد دو تایی با هم داشتن یاد میگرفتین بعد پولم میدادی آره آره بعد من تجربه خیلی بعدی از معلمام دارم توی ایران بگو همه رو اومدیم اصلا ببینید یه یکی از اه, یکی کاری که ما تو خودکست خیلی سالات. انجام میدیم اصالت خودکست دیس کردنه خب خوبه خوبه خالی کنم یکی از یکی از بدترین تجربه که معلم داشتم اسمشون نمیگم چی که نه گفت نه ولی <تصفح> یه گیتار خیلی خوب خ... این چند سال بعده ها مثلا اینجا مثلا کنم شده بودم 14 15 سالم یه گیتار کلا من اسکول بودم خب هنوزم هستم ولی کوچیک بودم اسکول تر بودم نمیدونم چرا خیلی راحت تر تو پاچم میرفت چیزا الان یه ذره کمتر ولی اون موقع یه گیتار گرفتم خیلی هم دوستش داشته بودم کادو بود بعد گیتار گرونی هم بود نسبتا واسه اون موقع مثلا 1000 دلار هزار خوردی دلار بعد معلم اومد خونه اون گفتش که میخوای برم سیما اینو وسط عوض کنم گفتم آره معلومه چرا که نه گیتار رو برد خونش دیگه نه تلفن داد نه چیزی چیز. شد رفت از ایران با گیتار من بعد چند وقت توی بیزنگ زمین میگفتی گیتار رو با خودت چند توی فیسبوک اینا دیدم هنوز با اون گیتار داره میزنه حتی اگر خوش آشان که داره اسفاده رو میبره ازش حداقل اگر دست من بود اون گیتاره خراب میشه چیزی میشه ولی اون خوب داره ازش نگه تاییم از این اتفاق زیاد افتاده من, من خاطر خیلی بد دارم از سنتور گفتم فکر کنم توی اپیزود سنتور نیفیشونه نه نه سنتور رو نپیچون کلاسش رو پیچون من استرالیا داشتم کلاس میرفتم و اینا بعد یه ترمو تمام کرده بودم خوبم داشتم پیشرفت میکردم اینا میدونستم میخوام برم ایران ترمم مثلا دو جلسه میتونستم برم از ترم جدیدم ام. بعد میرفتم ایران گفتم من این دو جلسه هم نمیام دیگه میرم ایران برگشتم مثلا پول میدم و فلان گفت نه نه از الان دیگه عقب ننداز الان بیا ثبت نام تو بکن این دو جلسه هم بیا بعد که رفتی برگشتی دوباره مثلا کلاس های 10 دیگه ادامه بده 12 جلسه بود هر ترم گفتم که باشه خلاص ما پولو دادیم رفتیم ایران برگشتیم گفت نه دیه خیلی طول کشید دیگه بعد اگه میخوای بیای ترم جدید واسه تو اون پول پول بعد دیگه نرفتم <تصفح> واسه سنتورو سنتور نه کلن... سنتورم اصلا نمیارزید فکر کنم مثلا 200 دلار بود او انصار پیش کلا معلم خوب و معلبت خیلی تاثیر داره توی <applause> یاد گرفتن دیگه یه معلم بعد میتونه انقدر تجربه بدی باشه که کلا بیخیال شی یه معلم خوب میتونه باعث شه صد برابر درس هم میدی ایران یعنی ایران میدی نه من ایران. سعی کردم یه بار ولی انقدر بدترین معلم دنیا چرا بدترین معلم دنیا اول که یه مدت تو مدرسه اینام درس میدادم ولی جدا اون گیتار رو خواستم یه درس بدم چی درس درس میدادی اه... با مثلا کلاسه مختلف مثلا نه مثلا بچه های کوچیک بودن مثلا معمولا مثلا بچه های راه دوستان بود بیشتر عجیب بود که داشته این میخواستن مثلا حرف و فنی مثلا هوش و خلاقیت و این چیزا نقاشی و طراحی و موزیک و اینا کلا چیزای هنری اینا معماری هم سعی کردم یه بار ولی که فوق دکتر ما. آره بعد ولی کلا معلم خوبی نیستم سر کلاس که فقط میخنده با بچه ها میخندیدم هیچی یاد نمیدادم فقط چرت و پرت کلام میگرفت کلام نه بابا شاید یه سه بلایی که در سر دنیا آره نه این همه بعدشه اینا همه بعد اون داستان ولی گیتار رو اصلا نمیتونم درس بدم فکر کنم جدی آره یعنی چرا... عصبانی میشی یکی نه نمیشم ا... یه بار من کلا زندگی یه باری شاگرد گرفتم که الان با هم دوستیم اومد خونمون مثلا 5 دقیقه پنج دقیقه گیتار زدیم بقیش فقط نشستیم پلی استیشن بازی کردیم از این چیز اصلا یعنی آمان. معلم خوبی نیستن <تصحیح> 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 خیلی سخته معلم بودن یعنی خیلی. من مثلا یکی از من میخواست شام گیزی بش یاد بدم دیوونه میشم اگه نفهمه حرفمو احتمالا رابطه دوستیم خیلی میریزه به هم <تصحیح> 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 معلمی با بلد بودن هیچ اصلا دو تا یه دو... دو... دنیای مختلفه تو هر چه هم یه, یه کاری بلد باشی هیچ دلیل نداره که معلم خوبی باشی معلم اصلا یه دنیای دیگه است من سازای دیگه چی میزنی؟ سازای دیگه ساز... پیان، پیانو یه ذره بلدم خیلی کم ولی بلدم یکم سازای زهی این واسه سازای سازهای دهنی خیلی خوب بلده من زنبورک بینگ بلیم من سر زیاد خوب بلد نیستم بچه من میشتر قیوم قیوم سازای بادی بشون چی میگن؟ باده ای باده ای نه ولد ولی درام یه ذره ولدم بزنم کوبشی یه ذره درام بلدم یه ذره گیتار و یه ذره پیانو این یه ذره که میگه از روی افتاده بودن نه جدی یه ذره ولدم آخه خیلی دیگه داشتن که تو به غیر از پیانو و گیتار دیگه چی میزنی یعنی اساسا آه پیانو رو میدونستن پیانو رو همین دوتا به قدر کافی خوب نیست چه توقعی دیگه از آدم نمیدونم چی کنم بکنم ساز ببرم نه ولی تلبکار سازایی که با سازایی که با سیم باشه زهی مثل تار و ستاره اینا رو مثلا گرفتم دستم باشیم زدم مثلا بیسیکاشون همه یکیه فقط یه ذره بعد تمرین داشته باشه. دیلی، ایكول ایكول دیلی. آره مثلا همشون تقریباً یکی یك... یکیشو بلد باشی بقیه رو میتونی را... مثلا بیس بلدم ولی خب خیلی بیس شبیه گیتاره ولی خیلی خوب بلدم هم دیگه همون که گیتار بلدم بیس هم بلدم من دیدم گیتار واقعا میزن میخوام من قبلش از آشنایی من و کوروش بگم داشتم بر برای بچه طرفی نگم آره. فکر نمیکنم خود یاد باشه اولین باری که من تو صحبت کردیم من خسته و کوفته از سر کار داشتم میوادم زمستونم بود تاریکم بود رفتم پایین چیز رو چک کنم این نامه ها رو چک کنم ببینم نامه اومده یا نه بعد دیدم کوروش وایستاده و پش زدم شونش. گفتم شما کوروشی یعنی اینجا بود که خب اومدن که منو که گرفتن یکی از اومدن ببرنش گفت بله شما گفتم که من مثل و بعد دیگه باور نمیکرد که ما توی ساختمونیم و مثلا من بهش کردم خیلی عجب خیلی چیزش در درسش کم بود آخه آره واقعا ولی الان دست این شرط تو این ساختمون آره من فهمیدم ب... که اصلا اصلا تنها من همین معلم میرم بیرون خیلی یار میشستم یعنی آره. سلام میکنن من باهاش حرف همیشه همیشه تو بدترین شرایط هم منو میبینن <تصح> بدترین شرایط ممکن منتظر بودی یه صندلی براتون بیارن گفتی که منتظرم یه چیزی آره آره یه صندلی اون خیلی وقت پیش بود بس. آره آره یه سال خورده پیش بود

دیگه یخان باز, باز شده باز دیگه باز شده دیگه مسیجی که میده دیگه, قابل خوندن خودم نشون دادم به <تصفح> سوال چی داری سوال پرسیدن که یکی بخواد گیتار شروع کنه گیتار الکتریک اگه دوست داشته باشه خب. باید حتما با گیتار کلاسیک شروع کنه بعد برو الکتریک یهو میتونه خب اصلا این اینو منم کوچیک بودم من, من نمیدونم چرا این داستان هست اصلا کلا گیتار الکتریک نداشتن بفروشن دیگه من با... باور کن همینا یعنی اکثر مغازه فکر کنم نداشتن میخواستن گیتار بفروشن ولی سیستمی که اصلا هیچ ربطی نداره یعنی حتما من حتما بعد من دوربین حرف میزنم عادت دارم عادت دارم با دوربین حرف بزنم عادت دارم کار درست انجام <تصفح> <تصفح> <ده. تصفح> میدی <متصفح> چیزه <چصفح> ولی آره گیتار اگر میخوای یاد بگیری از همون اول با الکتریک شروع کن بهترین حالته چون اصلا یه اسپانیش چیزه یه دنیای دیگه است اصلا یه اصلا یه ساز دیگه است درسته, درسته. یکی یاد بگیر که میتونی بیشتر یاد بگیری بزنی ولی اصلا هیچ ربطی به هم نداره به حال نمیده اصلا وقتی که بردی بعد <applause> پرسیدن که اگه بخوان موسیقی رو حرفه دنبال کنه حتما تحصیلات دانشگاهی لازمه یا با اصلا اصلا اصلا, اصلا نیاز نیست اصلا اکثر اکثر های معروف دنیا خواننده ها مخصوصا موزیسین ها خاننده. اصلا هیچ کدوم اصلا فکر کنم درسشو نخوندن کسی اصلا نوتبه رفتن اکثرا نرفتن ولی اکثر کسایی که خیلی توی اتریش و اینا بالاخره اونجا اگر, اگر مثلا میخوای خوندن. آره آره اگر مثلا میخوای مثلا موزیک کلاسیک آره. اونم مثلا خیلی حرفه ای بدی آره اون موقع به دردت میخوره اونم بیشتر آره اون موقع شب به بخوره ولی مثلا موزیک های پاپی که الان دارن مثلا کسایی که میخوان رپ و راک و مثلا پاپ و اینا اصلا ذره نیاز به هیچ علمی از موزیک نیست سلیقه خوی سلیقه بودن مهمه آخه نه شو نه شو. خب منظور اینه که با تجربه همه همش یا اینکه خب چجوری من که برم الان علمشو که ندارم تجربهشم ندارم برم بشینم پشت آره اینو پرس و... مثلا با یوتیوب میتونن شروع کنن یا درست. حتما معلم میخواد نه نه اصلا معلم حتما نمیخواد با یوتیوب صد از من, من کلا من معلم دوست دارم داشته باشم مثلا من دوست داشتم معلم داشته باشم کلا این دوست دارم با یکی مثلا برم پیش استاد هفته آره دوست دارم ولی ولی اگر مثلا اگر خوب باشه اگر یه استاد خیلی خوبی باشه آره ولی یوتیوب هم راحت هم خیلی هر چی بخوای اطلاعات هست کلا راحت و بهتر کاملا هم میشه استازو آدم خوش تو چه حدی میشه با یوتیوب پیش تا اصلا ساز کلا اینجوری تالیکا رو میشه زد کلا ساز اینجوری که بیستیکی شو یاد بگیری از اجوبش یه کار خودته امرینه آره از بخش دیگه بقیهش دیگه اصلا نه, نه معلم کاری واسه میتونه بکنه نه هیچ استعداد مهمه بعد است... این میگن استعداد نه مثلا. ای بدونم من استعداد بدونم. زیاد قبول ندارم آره قبول نداری استعداد زیاد استعداد یکی که به نظرم یک سیو دوست داشته باشی بسش زحمت میکشی و به اون میرسی اینی که یکی از من با استعدادتر اونو بحانه کنی که اون از من بهتره به نظر همچین چیزی وجود نداره استعدادهای فیزیکی اینا رو نمیگم مثلا یکی بسکتبال مثلا قدش دومت من برم میدونی من بسکتبال <تصفح> پلیر خوبی نمیشه اون من از میدونی ولی تو چیزای اینجوری واقعا یعنی جز چیزای استعدادهای فیزیکی به نظر هیچ چیزی نیست که آدمو محدود کنه که مثلا تو نت... چیزی تو رو محدود کرده بسکتبال مثلا علاقه شهیدی داشتی و نتونستی بسکتبال ادامه بدی نه علاقه اصلا بسکتبال بال شو وقت ولی همینجوری مثال میزن نه چیزایی که دوست داشتم همیشه رفتم دنبالش سعی کردم بچه بودی خواستی دکتر بشی چرا نشدی پس آره اون استعداد نیست درس نخوندم میدونی درس بخونم میشد تنبلی تنبلی میتونه جزء چیز باشه من مثلا یکی از محدودیت محدودیت های پرسیده بودن گفتی علاقت رو پیدا کردی گفتن چجوری علاقه رو پیدا کنیم تو چجوری مثلا استعداد خودتو موزیکو چجوری پیدا کردن کلن و خب گیمینگو احساس بودم من خیلی شانس تو موزیک که خیلی که پیدا کردم چیزی که دوست دارم و چه که خیلی اصلا خیلی دیرتر میفهمن خیلی سخت پیدا میکنن علاقه شونو و مثلا هم کلاسیت من... خیلی موثر بود آره هم کلاسی مثلش پدرام بود اگه دارن پدرام سلام <laughs> هم که توی راهنمایی با هم بودیم اول راهنمایی که با هم بودیم اون موزیک موزیکار کلا اینو میدونستم که از بچگی خیلی موزیک دوست داشتم مثلا وقتی سگا بازی میکردم راحت باشه اونورا نگاه کن نه دوستم این او حالت حالته با این چشم دارم سعی کانتر نگاه کنم <تصفح> <تصفح> با این چشم دور میرم اینجوری ام حالته سردرد میگیره عجیبه برام اینجایی جایی احساسی حتما نگاه کن کاش اصلا اینجا بودی چلو آره دوربین کجا بود اونجا سی سه بود که خب کروش زنجیری فکریم پاره شد کجا بودم کجای داستان بودم راه نمایی گفتی سگا بازی میکردی آه من از بچگی فهمیده بودم که موزیک خیلی دوست دارم فهمیدم که موزیک های دوست دارم ولی یک سری چجوری خ... اینو فهمیدم خب یک سری خیلی عجیبی که بود این که خجالت میکشیدم از اینی که موزیک دوست داشتم خیلی برام عجیبه که مثلا یه آهنگ خوشم میومد روم نمیشد برام به ما اینا بگم که چه آهنگ خوبی مثلا این هنگر دوست داشتن احساس میکردم عجیبه که انقدر آهنگینو دوست دارم مثلا سگای دونه بازی داشت احساس ارف ورم جیم بود یه دونه کرم بود توپنگن داشت جلو بعد توش الان میدونم آهنگ چیه الان میدونم که مونلایت سوناته چیزو میزد بیتونو میزد آه. بعد اون موقع که شنیده بودم انقدر دوست داشتم که رو مثلا روشن میکردم و میذاشتم رو پازش که به به تو به ناشنا یه چیری گفت او آره اصلا باباش به تو به مثل شبکه تو ایران میتونم زمزمه کنم <applause> خب اینقدر دوست داشتم موزیکیشو شو رو پاس بعد گوشش میدادن بعد مثلا ماهینا میومدن مثلا چیز. انگار خیلی جالت که یه موزیکی رو دو دوست چرا خب که تو خونه مثلا موسیقی بوده میگی ما هم یعنی حتی آره نه با داشتن صد درصد اصلا کلا مادرم خیلی مثلا همیشه مشوق بوده باسه موزیک و اونجوری نبوده که نمیدم چرا خیلی جالت میکشم مثلا کار موزیک اصلا نه چرا همچین آدم خب بعضی موقع بدون یعنی دلیل خجالت کشیدنشو نمیدونه آره دلیل. بعدش دلیل. که بزرگتر میشه میفهمه که خب بعد از اونجا کلا میدونستم موزیک دوست دارم برای همین کلا یکی مثلا یه موزیک خوب یه جا میشیدم کلا به جاز میشدم قبل از اینکه این دوستم به موزیکای راک و اینو نشون من خیلی سنگین چیز گوش دوست داشتم رپ و هیپ هاپ و این 50 سنت و ام و دی 12 بود اون موقع نه هنوز آره. هستن یا نه نه دیگه آره دی 12 خیلی خوب یه دونه مدرسه کی میرفتم یه دونه دستبند داشتم روش داده بود دی 12 اینجوری بس خودم با ما دفر سنگین بودم ما راهنمایی که میرفتیم اگه این دستبند کشیارا هم مینداختیم میگرفتن قفونیمون میزدن یه آقای آشفته یه جوری ما آشفته آره سوز آقای شو فامیلیش آشفته بود بیچاره مثلا بیچاره ما انقدر اذیتش کردیم واقعا چرا کتک می‌زدن ما خیلی کتک می‌زدن با خط من اینا روز کیمیا تعریف می‌کنم باورش نمیشه که کوتک میزدن. او او ما رو کتک می‌زدن مثلا ما رو خیلی کتک می‌زدن من فکر کنم هم گفتم همون مدیری که فوت کرد آره یه دفعه آره یه دفعه من شروع کرده بودم نه هم چی شد خلاص ما رو از کلاس انداختم بیرون آقا با خطکش زد کف دست ما و میزد بدم میزد ببخش بس میکنم. ما،, ما یه دونه معلم داشتیم که معلم همین فارسی بود از روی کتاب که میخونیم هر کی یه غلط میخون با ت... مدادو کی میزد تو سرش خب <تصفح> با تیزی او او نوکی جيزی. آره اینجوری میزد اینجوری تخت تو سر آدم <تصفح> بعد اساس این مجازات هایی که الان چیز میکنن هدف مثلا بمیری تو بازی مثلا آره. <تصفح> همه از اینا ریشهای های بچگی داره که تو مدرسه به نوکی میزن تو سر میخوای <تصفح> یکی دیگه داره آره یعنی هر یه غلط یه چیزی میذاشن انگشت بچه فشار میدن الان اینجوری نیست نه هیچ کاری نمیکنه نمیخواستم بگم ولی یه معلم داشتیم ایشون کارت کار بود نمیدونم رزمی کار همیشه بود یه دونه اینجوری که من منم من آدم خیلی حالا نمیدونم واقعا ترمی که میتونم بگم آدم خیلی شر بدی بودم یعنی نچسب <applause> الان خودم دارم فکر میکنم خودم رو چکی میکردم این داشت یه کاری میکرد بعد ببین معلم یه ذره مذهبی بود یه ذره خیلی جوون آره ابهت داشت رو میرفت تو کلاس اخ میکرد <applause> همه مثل سگ از این میترسیدن نمیدونم چرا بعد این یه دفعه بعد اینطوری بود که ما یه سری نیمکت دست چپ بود یه سری نیمکت دست راست این وسط را می رفت داشت درسی رو توضیح میداد و اینا من نمیدونم چرا خندیدم نم بهش چشمک زد چرا چشمک زد نمیدونم اصلا <تص> ببین <Perfect> سرامو <تص> برگردونم دیدم پاش اینجاست گفت <تشفت> خفه میشه یا بزنم گفتم خفه میشی کنترل خواست نه آره این کارو <تشفت> میکنه آره نزدیک نگه نزدیک, نزدیک ده ده. آره گفتم <تشفت> آره. آره <تشفت> آره خفه میشی یعنی تنبی اسرائیلی میکرد دت تنبی اسرائیلی فقط از پشت میگره با یه دست <داشت>. رو نگه تو هیچ کاری نمیتونی شما یه لول بالاتر از اون چیزی که من تجربه کردم نه ما اگه سر با آتیش انفرادی آره ما <تشفت> <انتمنتتت تشفت> داشتیم معلم هم ادبیات بود آقای مفتون سنش مفتون سمت از دست ما سکته کرد بیچاره آره با. جدی این بیمارستان نه <applause> دیگه جدی <applause> خدا ما انقدر اینو اذیتش کردیم انقدر اذیتش کردیم بعد من خیلی اذیت من هم خیلی بده هنوز بعد اون موقع بعد بود همیشه مشکلم با املا مشکل زیاد داشتم با املا بعد بود که این همیشه ما رو مینداخت بیرون به خاطری که مثلا 15 16 میگرفتیم و اینا این ما از مدرسه مینداخت بیرون تو مدرسه ما 15 16 چیز بود تنگ نه بعد مثلا بعد بود اذیت میکردن تو هم نمره زیر فلان میآوردی آوردی زنگ می‌زدن اولیا و اینا بعد این بنده خدایی که سکته کرد من رفتم بیمارستان رفتم عیادتش بعد اینطوری کرد که بعد اون هم بیمارستان بود که من توش به دنیا آمده بودم توی بیمارستان دی من تو تهران تو بیمارستان دی به دنیا اومده بودم اونم اونجا بستری بود بعد بهش گفتم آره من اینجا به دنیا اومدم اینا گفت تو اینجا به دنیا اومدی من اینجا دارم میمیرم آقا اینو گفت ببین اصلا شروع کردی منو اصلا به هم ریخت یه چیزی که اصلا میدینی تو اون بچگی فکر کنم مثلا من دوم راهنمایی اول راهنمایی یکی همش حرف سنگینی بهت بزنه کلا احساس همه اتفاقایی که تو مسافت اصلا فکر نمی‌کنی یه تاثیر منفی رو میذاره کتک خوردن و این چیزا تازه تو اون کتک خوردن من دارم من میذارم چک من دیگه اشو نگاه می‌کنم چیزایی که بین معلم‌ها نبود بین بچه‌ها تو کلا کلا یه تاتلو تو آره آقا تاتلو میگه نه نه من نشده بعدا بعد برام گوش فکر کنم هودن چی داری میگی ولی ولی <applause> مدرسه الان اینجی نیستن واقعا فکر کنم تعرض دیگه کتک اینا نمیزنن کتک نمیزنن ولی بچه ها همونن بچه ها که همونن ولی کتک متک هستن واقعا الان نمیزنن نمیزن. نه 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 نه, نه. نمیزنن فکر نمی کنم اصلا خیلی میزدن خیلی میزدن آخه ما خودمون هم میزنیم یعنی ما تو مدرسه با هم دیگه هم دوام میشه اون آره اون آخه اون منطقی تر تو معلم مثلا معلمون مثلا میگفت جعب ابزار میگفت بگیر بالا دست بیاد پایین چکت میزنن مثلا اگه میشه بچه مثلا چهارت ساله جعب ابزار سنگ صد درصد میاد پا خب چک بزن دیگه بازی روانی چک تو بزن کنی تو الان فکر کنم همه فریدن کوروش خیلی انرژی داری انرژیش به ما هم رسید از تو هم پرسیدم گفتم همیشه اینقدر پر انرژی و فانی یا نه نمیدونم به من خودم فکر نمی کنم نگاه میکنید تو من کی کسی کی بیشتر میدونم من من چندین باری که کوروشو خارج از ستینگ ولاگشون و حالا جای دیگه دیدم <applause> خیلی آدم پر انرژی یعنی yani از اوناست که اونم بنده نمیتونه بشینه باید حتما یه کاری انجام بده آره نشستن سخت برام یکم آره حالا معذب خوش آره ما پاشم خب راه برم حرف بزنم با میکروفون آره مثل کنسرت ایوی و دقیقاً میخوام از اون ته ها نادری ولی بعد بشین کلا نساط... الان احساس میکنم کلا الان احساس میکنم خیلی ملول تر شدم نسبت به فلن چک میزنه خیلی چرا گرمتون نیست میخواین داوکرد زیاد کنم اوکی من نسبت به قبل تازه احساس میکنم خیلی وقت آب برات بیارم تا خوش نشه نسبت به قبل احساس میکنم که کم کم تر تازه انرژی داری شی تون ازنده جفتر شده کوچیک تر ودم بیشتر بود الان جدی نه نه توی ویدیو اینا یعنی حالا یه چیزی که واقعا سواله اینه که چقدر شبیه اون شخصیتی هستی که تو ویدیو هست شبیه هم خیلی میا خیلی کلافه میشه دستم کلا کلا دوستان هم احساس میکنم کلافه میشن ازن چرا چی که کلا اذیت میکنم پر انرژی ام یا مثلا روی چیزی نمیتونم تمرکز کنم چون خیلی حالا تو شب بهتر بدونی توی این خارجی ها واقعا بعضیشون دارن فیلم بازی میکنن یعنی اون شخصیتی که نشون میده توی ویدیوهایی که هست اون شخصیت خودش خیلی متفاوته مثلا هنر پیش رو دیدم هم اینجوری تو و اینا نه کسی اونا رو من باقی... ندیدم تا حالا چیزشون رو شخصیت واقعی خیلی, خیلی... اکثر یوتیوبرها رو ندیدم هیچ شخصیت واقعی رو همه رو همیشه هیچ نزدیک ندیدم که بدونم شخصیتشون فرق میکنه یا نه ام. همیشه نه ولی معاون کسایی که الان مثلا میان پادکست تقریبا شخصیتشون همینه یعنی من میتونم گواهی بدم که شخصیت گروش با اون چیزی که نشون میده <applause> <applause> نه یعنی اگر منظورت عدد در بردار نه هیچ در نمیارم یعنی اصلا سیستم اینجوریه که دوربین روشن می‌کنیم سانسور کیش... دارید آه سانسور زیاد دارم من میاد که هیچی من من خیلی سانسور دارم من خیلی بری زیاد میگم نصف حرفم کات میشه فکر خیلی خیلی ویدیوهایی که مثلا می‌بینیم مثلا 10 دقیقه است مثلا ساعت 10 نه ولی معمولا مثلا 3 ساعت است سه ساعت آره سه ساعت چهار ساعت چند تو نه فقط به خیلی زیاد دیدن توی ویدیو و از وقت وقتی میبازم توی بازی اصلا اینجا آزاده اینجا راحت ولی نه فقط پوش و اینو سانسور نمیشه چهار ساعت فوش نمیشه مثلا اما لازم شروع کردی و ببین یه 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 دونه ویدیو براتون فرستادم از مراسم چیز بود از دیده نه 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 یه اون میگه که آره اصلا هر کی میخواد برنش منو بزنه یورف میخواست بزنه گرفت زد زد اول زد بعد زد سر بشی منو تعارف گفت من میام وسط هر خواست منو بزنه یکی مش نه فوش نیست همه 400 فوش نیست که بشه در دقیقه نیست جایی که مثلا مثلا اضافه است یا خنددار نیست به نظر اونو حذف میکنیم مثلا مفید در دقیقه الان دست من بود که ویدیو پنج دقیقه میشه جدی؟ آره من من ویدیوهای 4 5 دقیقه دوست دارم. من چون خودم میگم تمرکز نمیتونم بکنم به زیاد یه چیزی از پنج دقیقه میگذره دیگه. آره هر موقع حواسم میکنه. هر موقع بخوای با گروش بس جدی بکنی بازی که میتونه تمرکز <تصح> کنه. نه از سری یه دیگه میزنه میگه این چیه آقا پس رو ما یکی از لن... خیلی احساس میکنه. خیلی بده آه. آره احساس میکنم که خیلی کارا رو مثلا خیلی خیلی سریع از یه چیز میپرم یه چیز دیگه هیچ وقت روی یه چیز نمیتونم تمرکز کنم بعد اتباقی که میفته چیزه دیدی آدم ها میگن تو لحظه زندگی کن و اینا آه. من هیچ وقت نیستم دیگه مثلا انقدر زود زمان فکرم همش مثلا الان اینجا فکرم مثلا ده به ده تا چیز دیگه دارو فکر میکنم و این نه حالا جدی ها مثلا دارم فکر میکنم پنتاگون رو حک کنم نه مثلا دارم چیزای چهت و پر برم همون رندومه افیزاد قبل روی یه چیز نمیتونم تمرکز کنم چی فکر اون تو کار باشه <applause> آره 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 <applause> باعث میشه که بعد این چیزش همینه که خیلی وقتا مثلا میگذره بعد یو میگم اه مثلا اصلا چه جوری گذشت مثلا نفهمیدم چیکار کنم هفته پیش حتا انقدر تو لحظه نبودم اینجا هم داری داری امتحان میکنی با چند تا گروه خارجی کار بکنی موزیک آره دو ستاره رفتی دو ستار رفتم باشین زدم نه کار کی نه واسه چیز تفریحی رفتم یعنی تفریح بیشتر اینجوری آخه دوستم که باشون ساز میزنم همه ایران هم دیگه بعد آدم دلش میخواد که ساز بزنم یکی از باحال ترین پارت های ساز زدن به نظرم من اینجوری که دوستم با بقیه ساز بزنم مثلا اونو بیشتر از همه چی دیگه دوست دارم اینجا دنبال چند تا گروه بودم که برم همینجا با چون ساز بزنم تجربه, تجربه زیاد خوب نبود عجیب بود برم یکیشون بود دیدم اطلاع تو راهشون بود بله بله داشتم میرفتم سمت اولا که اینجا یه دونه سایت هست مثل لیست مثل دیواره و اونجا پیداشون کردم بعد کلا میدونی آدم زیاد نه اطمینان کنه زیاد به چیزی باید. که از دیوار پیدا کنه بذار اولی وسط بگم اولی رو نمیدونی اولی اولی, هم اولی از همه عجیب تره بذار اون وسط تعریف کنم من یه میدونم برای می تعریف بار از همین کرگزیس یکی پیدا کردم یه یه دونه پست گذاشته بود که دنبال گیتاریستم که اصلا موزیک بزنم موزیک خیلی هوی و اینا گفتم حله بهش مسیج گفتم که من پایم و اینا گفت پس میام دنبالت گفتم خودم میتونم بیام نه نه میام دنبالت آه. از این بعد گفتم باشه اومد یه دونه تراک قرمز از این وانت داغون ها. ماشین داغون نیسان آره داغون مثلا زنگ زده داغون توش دو تا تو سگ از دو برابر اندازه من خب و آخه که توش بود از این میکس ازش بعدم پرسن چیه میکس کانادایی لهستانی اصلا قول خب آره قول و ترسناک بود خیلی ترسناک بود بعد اینجوری ماشین رو دیدم اینم بود اینجوری بود که بیا بیا تو و اینجوری بودم وای <applause> از دور اشاره کرد بعد نمیخواستم گفتم که نکنه مثلا یه تو سرا اینجوری بود که نکنه براه من رو پوش خیلی راحت من رو خفه کنه بله من کن حله نشستم تو ماشین چه بود دیگه دیگه همه رو اومدی دیگه دیگه تا اینجا اومده زشت حداقل یه 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 بکنه دیگه نمیشه بعد نشستم تو ماشین در بس بعد سگم دیدی صندلی عقب سگا کلاش میاد جلو دیگه کلا یعنی گفتن یه الان منو میخواد این سگا بخورن <تصفح> و چیزه تو راه که بودیم به من گفته بود که خونه اون نزدیکه اول که خونهش 40 دقیقه اونورتر بود یعنی <تصفح> اصلا نزدیک نبود به من گفته بود من انقدر ترس بودم که این یه مسیر پیچ تو پیچ داشت میرفت 40 دقیقه نه نیم سر را بود ولی میدونی کجا بود چیز برادی کجا است. این Indian River ای؟ اسمش این Indian این River اینجا و اون پشت پشت دیپ کوف دیپ کوف آره ده یه دونه جاده هست میری توش یه Indian جاده Indian Arm. آره. همینجوری پیچ تو پیچ میشه میری تو کو دیگه با. خون یه سری خونه های کل به کل بس بغل آبه ولی فکر مثلا اینو نیم ساعت داش میرفت بعد رسید به جایی از این گیت های فنسی بود که زده بود که دونات نات انتر رو از این طرف اونم دوباره رد هم. کرد و اتفاق خوبی نبود میافت بعد ماشه. تو را... تا اینجاش اینجاش ترسناک بود که جای مسیر عجیب میرفت ترسناک ترین چیز حرفه تو راه داشت به میزد مثلا داشتی بهش میگفتی که چی پوشیدی نه نه توجه کردی بعض وقتا میان این بیلبورد های مغازه رو عوض میکنن شبونه که آدم نفهمه گفتم یعنی چی گفت مثلا تیم هورتونز و رو ورداشته بودن دیروز ایچ نداشت دیگه توش تیم اورتونز بود گفتم که خب و گفت آره اینا همه میخوان با ما بازی کنن مغز من دارم بازی میکنم بعد گفتم که نمیدونم شاید مثلا اون روز نه 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 آینده کارون رو این, این آینده شو <تصفح> بعد یه رو که نه اینا همه همه دنبال منن بعد گفتم یعنی چی دنبال تو من گفتم اینا اینا همه همه دنبال منن هم داشت این سه روانی ها ساعت که من دیگه داشتم وحشت میکنم اونجا هی داشت حرف های عجیب قریبه اینجوری میزد تحجیب کردی که مثلا اون آدم دنبال اون نگاه داره میکنه مثلا گفتم کدوم آدمه میگفت دنبال اونه تو الان نیبینی یعنی هست مثلا اون پشتره داره میاد قشنگ از این این رو چه موادی بود نمیدونم خیلی خیلی های بود کلا بعد خیلی ترس بود. آخر سر رسیدیم به اونجاش خدا شما کشتن آره من را که, <تصفح> که, که کشت... <تصفح> من که مردم اونجا دیگر. آره رسیدیم اونجا بعد چل دقیقه رستم اونجا بعد یه دونه کلبه بود فقط <تصفح> توش پر ساز و اینا اون اونجاش باحال بود ولی کلا خیلی ترسک بود و چیز وحشتناکی بود مخصوصا که وقتی میخواستی بری تو استودیو این بالای لونه واسط بود خب که زنبورا آره بعد گفتم خب اینا نمیزنن گفت نه یه بار من رو زده چیز خواستی نیست درد داره فقط بیا یه تو یه تو در وقت بست پشت من اولین چیزی که گفت خیلی ترسناک بود میدیری چیو؟ بهم گفتش که رسیدم تو گفتم که چه باحال اینجا نه حالا در بالا گفتش که آره خیلی باحال. آکوستی که آدم داد بزنی کسی نمیشه فکر شوخی اصلاً ده ده کنم دار شوخی میکرد مثلا می‌خواست منو مثلا بترسونه فکر زیاد شوخی میکرد فکر کنم خیلی جدی بود ولی نظرش عوض شد تازه اون تجربه خوبه بود تجربه دوم دومی بود که رسیدم اصلا آره آره ساز ولی اصلا تجربه دومه رو من تیکشو میگم من دیدم که با ماشین داشتم میرفتم سمت غرب بعد دیدم که ماشین کوروش جلو اونا رفتم <متصفح> کنارش تو سه تا بوغ نفتم. زدم نفهمید زنگ زدم بهش گفتم تو کجا داری میری این وری داری میری اینا که آره یه گروه میخوام برم باشون ساز بزنم گفتم ای چه با کجا پیدا کردی گفت کریگز لیست تا 100 درصد دان خفتت میکنه بهش گفتم می حداق آدرس رو برای یکی بفرست اگه نیومدی مثلا خفتت نکنن گفتم به آدرس آره برای من بعد آدرس فرستاد گفتم هر کسی رو کریگز لیست نمیره گروه موسیقی پیدا کنه ولی اهل ریسک من اهل ریسک آره بعد بقیه‌اشو خودت بگو که رفتی اونجا چیکار کردم بعد آ نشستم سلام 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 نشستم یه دونه از این بانگا هست این چیز شیشه که ای باش مواد میزنن انقدری اصلا نیدادم این سینچی ای در بود بوم کوبید رو میز اصلا همین یعنی هیچ دیگه شروع که همه کشیدن بعد اصلا همه انقد انقدر مباد زدن انقدر های بودن هیچ چی دیگه نمیفهمیدن یعنی من اونجا نشسته بودم داشتم نگاهش میکردم گفتم خب کی ساز میزنی باشی گیتار آخرش همینجوری الکی رفت واقعا نه. هیچی نه تقریبا دادن اون همه رفته تو یه گیتار نه من واسه خودم گیتار میزنم گیتار الکترونیکی بودن دیگه نه درام <تصفح> میزدن <تصفح> یکیشون یکیشون میخوند و اینا اصلا انقدر خیلی عجیبن آدم ها اینجا من نمیفهمم ولی گروهی پیدا نکردی که اینجا بتونی باشون تمرین کنی نه این دو تا آره نه پیدا نکردم که کوچیکیه اون نیست من فهمیدم راضی <تصفح> من دوست دارم شهر دیگه ای هست که بخوای برید سکنا بگوزین خیلی دوستم دارم شهرهای دیگه ببینم مثلا کجا مثلا تورنتو هم دوست دارم برم ببینم نرفتی تا حالا خیلی کوچیک بودم رفتم یادم نیست اصلا چه جوریه تو اینجا به دنیا اومدی تورنتو به دنیا اومده ای تورنتو هستم به دنیا اومده اصلا بچه ونکوور نیستی همچنین واسه من به دنیا تورنتو ولی مثلا یه سالم بود اومدم ونکوور آها 10 سال کانادا بودی بعد رفتی ایران آره رفتم ایران یکی از سوالایم بود که چه رفتی ایران به خاطر کار بابام اینا پدر اینا پدر بزرگم توی ایران چیز بود آه... کار کارخونه و یونولی تولید و یونولی داشت به هم کار و بیزنس و این ایران <تصفح> فارسی بلد بودی رفت ایران؟ نه فارسی بلد نبودم زیاد خیلی سخت اون چند سال اولی که اومدم ایران هنوز دوست داریم که از قدیم میشنن همه رو مسخره میکنن فارسی بلد نبودم بعد هی دریوری میگفتم همه من مسخره الان فارسی چطوره؟ فارسی خوبه نوشتن زیاد خوب بلد نیستن. ولی خب ایران بلدم بنویسم و اینجوری چیز نکنم ولی اصلا غلط غلط خلوت من که حرفی نزدم خودت گفتی غلط خلوت زیاد می‌بینی ولی ایران تا تا تو, تو, تو چه مقطعی درس خوندی دیگه همش ایران بودم دیگه جوز دکترا شم آره بودم. او دکتر معماری هم پس ایران بعد دانشگاه رفتم دبی بعد دانشگاه رفتم می‌خواستم بیام کانادا ولی نشد نه نمی‌خواستم راستش بعد من کلا وقتی رفتم ایران دیگه نمیخواستم بیام کانادا دوست داشتم کانادا انقدر ایران خوش ایرانو خیلی دوست داشتم دیگه دوستام اونجا بودن همین موزیک اینا اونجا بودن عشق عادت که دادم دیگه به ایران بعد ما اینا خیلی اصرار داشتن که برو دیگه امسال برو امسال برو خواهرم خواهرم کلا اینجا زندگی میکنه دیگه اون هم همیشه اینجا بوده مثلا هم میگفتن هی اصرار داشتن که بیا بیا ولی من هی. تو لحظه آخر ممانعت میکردم <تصفح> دوستشی داشتی ایران دوست داشتم ایران آدم بالاخره چیز میشه دیگه همه زندگیشو اونجا میسازه هرچه هم سخت بود باز سخت بود کندن یه سوال بپرسم این الان بالای دیویس خورده هزار نفر تو فالوور داری توی اینستاگرام چه جوری مدیریت میکنی اینا رو <تصفح> مدیریت نداری یعنی مثلاً, مثلا جواب چون میدونم اون فقط داره اون پشت مسج میاد دیگه مثلا هر روز به خودم مثلا مثلا یه, یه ساعت میشم جواب دارم نیم ساعت جواب دایرکتور سخته ای... سخت نیست اصلا سخت. رندوم جواب میدی آره رندوم هر کی اون لحظه مسج داده باشه همه مثلا مثلا یه 20 نفر جواب میدن برای کسایی که میخوان کوروش جوابتون رو بدن ساعت 6 صبح خودتون در ایران جواب مسج بهش بزنید هر موقع 6 تا مثلا <تص McCullough> 7 اینا بزنید جواب میده بزن <تص> وایس وایس میشه اینو گذاشت توی چیز میشه وایس کو پلی کرد یا نه آره همینجا بگیر رو میکروفون مثلا آخرین داره که گرفتم خیلی دوست داشتم این بود سلام کروش من میخوام به آهنگ کوروش تو پیار بزنم خودم ساختم بعد من تازه پیار بشم که دارم که دوست داشته باشی از اون جواب بده دیگه من رو دیزم خیلی این که واقعا در تای دلش میزنه خیلی دوست دارم <applause> مثلا دایرکتور اینجوری خیلی زیاد میگیرم مثلا آهنگ می خونم آواز می <تصفح> برم این خوب شو این کوروش تو پیاره توضیح بده فرسیده از کجا اومد و اینا هم مثلا اینا که وایس میفرسن با وایس جواب میدم دیگه راحت این خیلی کار ما با این کارو بکنیم چه کاری فرهاد که با وایس جواب بدیم ما می خوایم تایپ کنیم بعد سخت دیگه تایپ آره وایس جواب بده با وایس جواب بده کوروش تو پیاره توضیح بده پرسیده از کجا شروع شد آه خب من کلا دیدی آدم با خودش بازی میکنه اگر مثلا یه قدرت سوپر هیرو داشت این کارو میکرد بازی میکنه... آره با خودم خیلی بازی میکنم بچه خب این که از این که ولی با شما بازی را بعد سیستم اینجوری بود که کلی مثلا به خودم میگفتم که از این بازی هستن که مثلا میگی اگر یه قدرت داشتی چی بود اگر یه فلان داشتی من همیشه مثلا به خودم اگر مگر بی‌نهایت پول داشتم همیشه دوست داشتم هم که مثلا کشور خودم داشتم از قدیم یادم میاد این موضوع رو کشور خودتو اصلا آره یعنی مثلا واد پول خودم و <applause> باحال نیست مثلا همه میپرسن که مثلا با 100 میلیارد دلار چیکار میکردی مثلا کشور خودم میسادم اولین کار میدونی خیلی کار باحالیه بعد بق... تو کجای بعد تو سرم خیلی پیچیده زمان... یه همیزه... جزیره دیگه واسه خودم یه جزیره آره که بعد آره بعد مثلا ویزام نمیدم خیلی سخته مثلا میدونی بعد چه میشه ویزام خیلی سخته خیلی سخت بازی نه نه, اولا که باید دل پاکی داشته باشی همه کسایی که توی جزیره منن دلشون پاک چه جوری پاک میخواد دل دل پاک داشته باشی زلال 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 پاک نه معیارمه تو چیز بعد کلا خیلی بهش فکر کردم فکر نکنین علاکیه مثلا روزانه میشه بخوام فکر میکنم کلا شما میکنین بله یا نه کم میکنین این کارو تا بال نکردین کار خیلی منطقی و نه من من خوابم نمیبینه شبا مسئله ریاضی حل میکنه بی دلیل خواب آدیو بوک ریاضی میذاره ریاضی تو نه ولی من من شاید همین که حواسم هی پرت میشه شاید یکیش همین میشه مثلا دیجی من زیاد میکنم مثلا یوم یه صد نشستم دارم به تخیلات فکر میکنم که اگر فلان میشه چقدر باحال میشه و مثلا بعض وقتی که کوچیک تر بودم به این فکر میکنم اگر کشور خودم داشتم چه کارهایی باحالی توش میکردم مثلا یه دکتر میوردم یه دونه فقط یکی یه دونه آره دیگه واسه من آفیه نه 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 مثلا بعد همه کسی که بیشتر به برده داری علاقه داری اصلا اونجوری نیست اصلا اونجوری نیست نکن ایمان را پیدا نمیکنی هیچ وقت دین از طرزی که الان مثلا کلام نیست این یکی از معیارام بود که نه ولی کلا آره تو سر اینجوری که واحد پول خودم دوست داشته باشم نیمروخ خودم باشه میدونی ام. رو پوله و <تصفح> پول من ارزش خیلی بالاتر از روشه. پول من خیلی ارزش بالاتر از پولای دلار دلار خیلی رو اسکناس چه جمله ای یه کوروش نه نه از... ها روی اسکنات حالا فکر نکنم چی بنویسن روی اسکنات. این کوروش وی دقیقاً این هم این 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 وی تراست ده روی دلار کلا دوست داشتم همیشه که کشور خودمو داشتم کروشتوپیا توپیا. یه زر از علمان هایی دیگه شو بگو المان زیاد داره بیشتر اینستی که حالی کردم اینی که بچه که داشتن میدن چیز بودن اونا هم پسندیدن این خیلی من خیلی سوال اومده در مورد این کوروش تو خیلی اینکه... آره، کامل توضیح بده قبلا تو سرم فقط ایده بود ولی الان احساس میکنم میتونه واقعی یه روز جدی دارم میگم انقدر که آدمو میخوان بیان توش میدونم ولی فقط جاشو و ایناست مشکل یه یه جزیره بخریم دیگه مستر بیستو دیدین توی یوتیوب جزیره با. خریده خرید واقعا 7000 دلار جایزه خرید بچه اگر هر کی که ویدیو نگاه میکنه هفتصد هزار اگر هر کی ویدیو نگاه میکنه یه وسط سگستان احتمالا جزیره یه پنج دلار واسه من بفرستین جزیره کروشتوپیا رو میخرم بچه هر کی که ویدیو رو نگاه میکنه در مورد حالا پول و اینا شد شما یه دونه لایو استریم گذاشتین که همه شو دارید به خیریه آره چجوری بود ایداش کجا اومد لایو استریم کلا خیریه داد نه کلا اصلا لایو استریمه و اینکه بدینش به خیریه لایو استریم کلا خیلی, خیلی بخود میخواستیم انجام بدیم چون که بالاخره یکی از کارهایی که کسایی که تو مثلا همین سوشال محتوای محتوا می‌کنن یکی از مثلا ابزارامونه دیگه یا یه ویدیو می‌سازه یا استریم می‌کنه دیگه گفتم که چرا اونو نکنی انجام ندیم همیشه نمی‌کنیم چون که کلا میاد خیلی خیلی خجالتیه و واسه دوست هنوزم که هنوزه سخت واسش لایو لایو استریم مثلا از چند ساعت قبلش از زیارت تا چند ساعت بعدش کلا خیلی چیزه ولی من نه من خیلی دوستم دارم لایو لایو اصلا بیشتر از بیشتر حتی دوست دارم چه آدم همون لحظه میتونه ارتباط برقرار کنه کلا خیلی وقت بود تو فکرش بودیم گفتیم که وقتی داریم این رو میکنیم چرا که نه برای دلیل خوبی دلیل خاصی <applause> من این خاطر بگم اوایل که با کوروش حالا دوست شده بودیم و اینا داشتیم کال اف دیوتی بازی میکردیم وان اون وان و هم دیگه بازی میکردیم من تو خب من هنوز بازی اصلا خوب نبود اون موقع هنوزم زیاد خوب بازی بازی از... کوروش از من بهتره نیست. و اینکه این, این <تصفح> میذاشت <تصفح> که من ببرم یعنی <تصفح> <تصفح> میگفتش که خب من مثلا میفهمیدم که داره آروم تر بازی میکنه که میزاش واقعا ببری آره واقعا جدی؟ آره من بعید میدونم این کارو بکنم و اینکه آخرش واقعا اینطوری گذاشت که من <تصفح> ببرم که من نسبت به خودم احساس خوبی داشته باشم خب <تصفح> اگه من واقعا این, <تصفح> <با> این <تصفح> کارو کردم <تصفح> من با میا همش این کارو میکنم میذارم ببره تو بازیش که قهر میکنه ولی خب <تصفح> <تصفح> <applause> من مورد تفاوت داره به ولی چیا بازی میکنید معمولا فورتنایت فقط دیگه اصلا زیتون فورتنایت کال اف خیلی بازی با... من که خیلی بازی میکنم هر بازی بیاد بازی میکنم سعی میکنم بازی ولی ویدیو ازشون درست میکنی <تص> فقط چیزی که فکر میکنم خنده دار میشه رو ویدیو ازشون درست میکنی وگرنه خیلی بازی مختلف بازی میکنم بازی استراتژی من بیشتر از همه بازی دیگه چی مثلا بازی میکنی کل <تص> همه مثلا استراتژی چی بود ایج آف امپایرز اخ اخ. قا... جنرال هنوز نه هنوز نیومده جنرال جنرال کجا نیست بتونیم بازی کنیم روی نیست نه رو نیست ولی سایت هست. از اوریجن میتونی بگیری ا زیرو رو داره همه داره, داره. میتونیم با هم شبکه کنیم بازی کنیم بازی کنیم خیلی میده بعد کلا بازی استراتژی خیلی دوست دارم اینجا رو بابا یه گیم نت بکنیم من ساختمون تمام آره سوال خوب فکر که کنم مثلا 20 تا واقعا جواب بده چرا 20 دو سه آره. تا دیدم تو آره می خوام تو دعوت تا تو آره دیگه می خوام همه رو سرویس بدم دونیت دلیم. کردنم پرسیدی یک سری دوستام بگم چه که آره بگو اون دفعه گذاشتیم همه دادیم به بخ... دادیم به خیریه و بازم کلا دوست دارم این کارو انجام میدیم چون واقعا خیلی تاثیر گذاشت خودمون فکر نمیکنیم که جمع شه اینقدر چیز شه ولی کلا نمیخوام این دلیلی بشه که مثلا چون بعضیا مثلا ازم پرسن که مثلا دون... دونیشن نمیخوای بذاری و فلان و اینا دونیشن اصلا چیز بدی نیست که من فکر کنم که همه باید حتما خیریه بذارن چون کلا نیکت در اومده که زندگی کسی که کس استریم میکنه میچرخه آره. دوست این چیز باب باشه که آدم حتما باید نه نه اون به حال اون کاری که خودتون, که... خودتون کردین دیگه هر کسی که تو داری این محتوا رو تولید میکنی اون شخص داره به واسطه اینکه میخواد محتوا رو ببینه داره پول میده حالا دیگه تصمیم گیرندش توی که میتونی با اون چیکار بکنی ولی کار خیلی سختی بود خیلی کار نه 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 کمک کردن چیه تو خودم که ایران نبودیم بعد نمیخواستم همه رو پول بدم به یه دونه مؤسسه که خیلی وقتا احساس کنم این موسسه ها توش صد در صد نمیرسه به خب مطمئنم که خیلی اینجوریه توی, توی حالا ایران و من اینجا چندی بار گفتم اه، یونیسف یه حالا یه فامیلی بود که پولی میداد و اینا و اینا آخر سال بهش یه ریپورت میدادن که با این پولی که داری چه اتفاق افتاده تقریبا 80 درصد پولی که میدی به یونیسف ف... برای مارکتینگ و هزینه های خودشون مصرف میشه فقط 20 درصدش میرسه همون دیگه دوستشم هم مستقیم ده دست و بعد سخت بود که اون کسی که این کارو با سام تو ایران انجام میداد میرفت چیز کرد دقیقا چند روز بعدش که بعد میرفت این کار انجام مادرشون فوت شد متاسفانه آره بر همین افتاد عقل. بعد کلا سختی زیاد داشت بعد وقتی میری اونجا خود اونجا من اصلا نمیدونستم که وقتی میری کمک میکنه اصلا یه پروسه ای داره اینجوری نیست که همینجوری با یه وانت پر جنس بری اونجا به همین راحتی علی آره اصلا پروسه داره بعد حواست باشه پیش کدوم محله داری میری کدوم خانواده رو بدونی آدما رو بشناسی آدما مثلاً, مثلا یه مثلا یه خانواده میاد پنج تا کولر رو یه, جوری میگیره واسه خودش بعد میرن میفروشن چیز میکنن کلا کارهای اتفاقای اینجوری است که بعد یکی باش حتما اونجا که مدیریت بلد باشه و چیز باشه ولی باز حتما میخوام این کار حتما انجام کلا کار کردن از راه دور خیلی سخته خیلی باید. سخته من. من یه حالا کاری که داشتم میکردم این تیشرت هایی که به پادکست بد نشون دادم داشتم اونا رو از راه دور صحبت میکردم با این ور و اون و اشخاص مختلف خیلی, خیلی سخته. بعد بالا سر کارت باشی ولی تو از راه دور الان داری موزیک میسازی برای گروه خیلی یکی از سخته این کاراست یکی از سخت این کار است. خیلی سخت من دیدم هفته پیش داشتم با کوروش صحبت می‌کردم آ کسایی که الان دارن میشنون اگر می‌بینین که صدای ما بهتر شده دلیلش کوروشه میتونید از کوروش تشکر بکنید اومد کار خودم رو بهم هم یاد داد که باید چیزی این کار رو انجام بدیم اومده بود حالا داشتیم صحبت می‌کردیم و اینا یه سری نشون داد از موزیکا که چه جوری حالا درست میشن از اون اتود اولیه م. که زده میشه و اینکه همینطوری بهتر و بهتر میشه و من دیدم که واقعا یه پروسه ای گفتی چند ماه هست برای اینکه بخوای یه کارو مثلا آره. به یه جایی برسونی که میخوای باش شکار بکنی تازه دقیقا دقیقا اول که از ایده شروع میشه همه چی ایده ها معمولا که کلا هر کار هنری از یه چیزی میبینی یا میشنوی از اون ایده میگیری الهام میگیری که خالق مطلق که نیست آدم نمیتونه از هیچ چیز برای داره. برای برای داره. آره 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 <laughs> آدم نمیتونه <laughs> یعنی هر کی یه سی داره درست میکنه از یه دیگه الهام گرفته تو همه چی دنیا با... بعد موزیک هم اینجوری مثلا یه صدای یه صدایی جا میشتم یا یه چیزی میبینم یه چیزی میبینم یه ایده ای به ذهنم میرسه بعد سری تو موبایل اونو ضبط میکنم بعد یه می، زاروش روش کار میکنم بعد میفرستم واسه خواننده‌ام که سیناس اه. سینا روش میخونه بعد درست میفرسته واسه من بعد معمولا من دوست دارم که آهنگا رو خیلی ها سفت و سخت همه کار خودش میکنم مثلا میتونی خودت از اول تا آخر انجام بدی الان هم آدم با یه لپتاپ میتونه کلا از تپ تو صدی آهنگو بسازه ولی من دوست دارم با یکی دیگه رو کار کنم چون که وقتی که فقط سریقه خود باشه توی ترک من دوست ندارم دوست دارم سریقه مثلا یه نفر دیگه با هم باشه جدید میشه دوستم میشه دوست جدیدی باشه صداش هم. بعد میفرسم واسه اون کسی که باش میخوام تنظیم کنم بعد با هم دیگه شروع کنیم کار کردن این سو... پروسه سخته این پروسه یه ای سوال بپرسم این تو آهنگا میگن ارنجمنت با این ارنجمنت این یارو چیکار میکنه خب یک کسی که ارنج میکنه سازبندی ها رو داره انجام میده و صدا مثلا تنظیم تنظیم و سازبندی یعنی چی من مثلا یه آهنگ خوندم که مثلا چهار تا کورد گیتار و یه ملودی وکاله من اینو میدم دست تنظیم کننده تنظیم کننده میگه خب به جای گیتار من اینجاشو میخوام پیانو استاد بزنم اون پشتم یه ویالون میخوام اضافه کنم اینجا آهانگو مثلا کلا آهنگ کلا عوض میکنه آره آره یعنی تو بی... ت... کسی که ارنجمنت میکنه تو بیس آهنگو بهش میدی اون با ساعت آه. شروع میکنه تنظیم کردن موزیک مثلا به سلیقه خودش و سلیقه تو مثلا میگه که آقا به نظر من اینجاش باید درام داشته باشه با ساعت درام اضافه میکنه آه. اینجاش به نظر من با اونجوری باشه من شاید باورتون نشه ولی تا الان فکر میکردم کسی بود که این مثلا خواننده و نوازنده رو میارده پیش هم و اینا رو <تصفح> آره <تصفح> آره 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 اون اونم هست آره اونم, آره آره اونم مدیر برنامه هات مثلا مدیر برنامه اینستا اون کار مثلا میکنه مثلا یه دونه گروه داره خواننده رو پیدا میکنه گروه با هم مچ میکنن و از این حرف میکس و مستر چی میکس و مستر اون 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 مثلا به اون کسی که اون کار میکنه میگه مهندس صدا بیشتر که میکس درس خوندن و خیلی درس نخوندن بازم میتونی بدون درس خوندن اون کار بکنی ولی خب تجربه است دیگه اگرم دست نخوری و خیلی تجربه داشته باشی کلا توی موزیک بعد خوش سلیقه باشی تا کلا تو همه هنرها سلیقه مهمه بیشتر تا علمت خب سریقت خوب باشه حالا سلیقه چه, حال چه جوری به دست میاد تجربه دهزی بزرگ شدی چیزایی که تو زندگی دیدی کالچرت فرهنگت همین سر رو تاثیر ولی حالا کسی که واقعا میکس و مستر میکنه اون چیکار میکنه آه، کسی که میکس و مستر میکنه پارت م... خیلی... یه نفره کسی که میکس مستر هم یه نفر میتونه کنه ولی حرفه ای ترش اینه که مستر رو یکی دیگه انجام میده میکس رو یکی دیگه انجام میده آره ولی میکس کردن فرقش رو میدونید شما بعد داره میخواد بگه میکس کردن خب مثلا اینجوری که مثلا بعضی که ارنج شده موزیک میده دست کسی که میکس میکنه بعد گوش میده مثلا که آقا صدای پیانو الان اینجوری زیاد زیادیه یا صدای گیتارا یه زیادی بیس زیاده آه. با بیس گیتار بیس رو تداخل پیدا میکنه صدای خوبی نمیده فرکانس ها رو چک میکنه که مثلا آقا مثلا الان این ناکن یه رنج فرکانس داره هر موزیک دیگه مثلا تریبلر داره مید رو داره با بیس رو داره بعد اینا نه با هم تداخل کنه مثلا زیاد نه بعد زیاد باشه زیاد نه ساز هم کنسل اوت کنه مثلا دیدی بعض وقتا یه موزیکی میشه توش گمه بله. اینکه درست میکس نشده مثلا صدای مثلا کراش های درام اون سه هستن داره واش اوت میکنه مثلا صدای خواننده رو یا صدای یه گیتار واضح نیست همین کار تو لایو هم انجام میدن مستر کردن دیگه ل... چیز نیست دکمه رو میزنه که توی میکس تو لاین لاین داره درست میکنه تو مستر کلیت موزیکو داره نگاه میکنه که کلا صدای درستی بده همه چی اون تو هم یه سری کارهای دیگه انجام میدن موسیقی طور خوشگل موسیقیو شروع کرد روزی چند ساعت موسیقی میزدی خیلی اولاش خیلی اولاش مثلا 7 8 ساعت خیلی زد. خیلی دیو. خیلی میزه چند سال هفتش هر چی گذشت کمتر شد الان دیگه صفر <تصفح> <تصفح> نه الان <آه> میزنی <تصفح> نه مثلا خیلی تفن مثلا 10 دقیقه شاید تو یه اینجوری الان اینجوری که یهو اگر دلم بخواد یهو میشینم مثلا دو ساعت میزنم و یه هفته یه میزنم یه هفته دیگه مثلا ساز نمیزنم یا مثلا اینجوری شد دیگه اونجوری نیستم که صبح پاشم تر کنم کوچیک تر که بودم صبح پا میشدم ساعت میذاشتم مثلا فقط تمرین میکردم هیچ کاری دیگه نمیکردم مدرسه اینو نمیرفت مدرسه اینو میرفت فکرم فقط موزیک بود میرسن تو مدرسه داشتم رو میزم لوگوی بنده ای که دوست دارم با دوستم که همکلاسی بود فقط در موزیک حرف میزدیم کلا میخواستم که متالیکای ایران بشه اسطوره موسیقی متالیکا بود. گفتم تعریف کردم تا حالا چه جوری گروه اولام چه جوری چه که خیلی نه بگو بگو من که تو همون عب... سیستم اینجور گیتار خریدم فرداش گفتم من گروه میخوام بزنم دیگه چون که من دیگه <تصفح> الان <تصفح> هیچی برد نبودم هیچی نیاز. برد نبودم ولی گروه میخواستم با همین دوست من هم م... که پیسی خریدم میخوام یه کلم اینه... بزنم <تصفح> 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 این این دوستم که هم کلاسی رو پدرم با هم اصلا روز اول که گیتار گرفتیم گفتیم آقا گروه بزنیم گفتیم گروه سری گروه چی بذاریم هل انجلز هل انجلز هل انجلز آره هل انجلز خیلی خیلی خفنم بود دار کنیم من اون موقع توی فاز وحشتناکی بودم که لاک سیاه میزدم بعد گاست بودی پس آره زیر چشم سیاه میکردم بعد فقط چرم میپوشدم بعد انگشترهای گنده اسکلت از اینا که کل انگشت رو میگیره همه دستم شلاغ نام داشتی؟ همه چی بعد دستم تمام سیخ 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 روی دستم اصلا کلا چیز بود کجا ایران؟ آره ایران ایران اینجوری بودم نه پس نورت من بعد رنگ بودم که تو مدرسه با رفتم با بود نازم که شکران گفتش این چیه لاک چرا زدی؟ گفتم اینو دکتر باستم گفته چی من ناخونه میخورم بعد حتما لاک بزنم که ناخونه ها نخورم حله برو بعد این چیز بود بعد کلا آره دیگه خیلی عجیب غریب بود 100 درصد اون لاکو بهمون فرو میکرد یه دوره یه دوره عجیب غریب بود چون که الان که یادم میاد ما اینا چه چیزایی رو تعامل میکردن مثلا من بلند دف متال میذاشتم بعد با لاکای سی او چیز توی خونه اینا گفتن این شده نامزدی اون چیز نامزدی خواهرام قشنگ یادم میاد همه کوچربا رو شیک شده من نسمون سیخ کرده بودم نسمون خوابونده بودم لاکی ساسی بانکنی دیگه آره آره اینجا هم سیاه کردم گردبند ستاره برعکس اینقدر اصلا نام چند سالت بود؟ چهارده پونزه سالم بود همه پیش نیازه شیطان پرستی داشتیم آره همه رو داشتم ناکه تیری پیشن رو دوست داشتم دیگه آره گروه نگفتم وسط وایس این داستانش باحاله بعد اولین باره داره پخش میشه آره داستان. این اینجوری فکر با دوستا اینجوری قرار خب بعد یه پیدا کنیم دیگه یه درام پیدا کنیم دوست, دوست خواننده اسمش فرزاد بود که هنوزم باش 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 دوستم هم توی همین گروه الان هم با هم داریم با هم داره با هم ساز میزنه یعنی از اون موقع حالا با هم داریم ساز میزنیم اینجوری بود که من و پدرام لباسه چمون رو پوشته بودیم و گوشواره و هنگوشتره و ستاره برعکس اینا بعد توی کافی شاپی که قلیونی بود تو تجریش با. اسمش هم رفته یادتون هست اسم قلیونی اونجا رو دم یه دونه هنوز هم هست میشه میدونم اونجا که تاکسی ها می تو میدون تجریش هردیسان بقلش دونه بقلش دونه کارون <تصفح> بهتر میدونم نه ولی تاکسی ها رو میدونم اسمشو نمیدونم ولی تاکسی ها کسی که تجریش رو میدونم بعد رفته اون قلیونی اگه میدونم بچه من قلیون دوست نرامیتون من دود خیلی بادم میاد بعد سیگار قلیم هم خواستم بگم که بچه‌ها قبل بدونن تزریق تو دامادی اون پایین اون پای که بودیم بعد پتا اینجوری کردیم این اومد نه اسم اونو میگیم نه هیچی خیلی کپی میکنه اما نه 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 اصلا خیلی تو چیز باش تو فاز بگیریم ما خیلی خفه بزن تو بخش <تصفان> این دوستم بعدا فرض یکی دیگه هم با هم بود اون بیس میزد گفتیم برو دنبالش بیرون درو بیاد پایین بعد رفته پیشش رفته پیش فرض اینجوری زده بهش ببینیم چیکار گفتیم حق نداری حرف بزنه کسی باش خب ببینیم پایین اینجوری با کله بعد فرض مثلا اینجوری که یعنی چی پای. <تصفان> <تصفان> پایین بعد فهمیده دیگه اومده باشه اومد پایین بعد نشست رو میز مواد پیش ما نشست رو صندلی منو همه اینجوری اخ هیچ گوش حرف نمیزد مثلا ما خیلی خفنی بله. ما خیلی چیزیم و اولین سوالی که ازش پرسید حالا فکر کن همه ما خودمون ولی اولین چیزی که اولین چیزی که ازش پرسید اهل دعوا هستی یا نه بعد خودم مثلا تو عمرم دعوا نکرده بودم اهل دعوا هستی یا نه این دوستان فرض مثلا اینجوری کپ کرد اینا چی اند اینا چه اینجوری هست خواستیم خیلی خودمون خفن نشون بدیم خب خواستیم که ما خیلی باحالی آره دعوا هست بعد گفت نه من نه من بعد خدا اصلا عمرم دعوا نگه. چیزی دیگه ببین ما هدفای گنده ای داریم و فعلا از این کلاین سه این خلاصه پشم شیخته دیگه اینا چه خفنه اینا چه حالا فکر کنم مثلا من اصلا سالم بود فرضا مثلا 5 6 سال از من بزرگتر 20 سالش داشت دانشگاه از اون تو راه بودن بعد بعد چیز بود بعد فرداش قرار گذاشتیم خونه این دوستم که بیس میزد زدی خونه ویلایی داشتن تا حالا نرفتیم اونجا سازو زنیم فرد از اومد درامش چید ما رفتیم آمپلیفایر چیدی و اینا با اولین زدیم درام کوبون همه اونو پس کردن بیرون از خونه شون که بلند بود گفتم گمشیم رو

کت چرم میپوشن رو زمین کشیده میشد فکر کنم بچه‌ها روسیه خواهرش اونجوری رفته <تصفيق> دیگه <تصفيق> حساب کنید دیگه فهمیدم کم دیگه تهش بعد کم کم این این فیزه ازم رفت بیرون دیگه چند ساله مثلا دو ماهی است آره مثلا تا شش ماه پیش هنوز نه یه چند سال باهمون بعدش دیگه کلا خب بعد چجوری هرچی بیشتر موسیقی یاد گرفتم چیزای اونجوری کمتر خوشم اومد فکر کنم با هم رابطه دارن جابش بوده جاب هرچی بیشتر یاد میگی جوش بیشتر میخوابه آره آره ما مثلا تو جاب کار اوف دیوتی هم ولی هیچی بلد نیستم. نه دیگه درست میگی. از شنبه برو جون بچه. آره. گروه قبلیم. نه ولی از شنبه از شنبه اسمش میدی برای چی از شنبه؟ چون معمولا از شنبه میخوایی کاری شروع کنی؟ تقریبا چه که تنبلیم هممون هم. دیدی کارا رو میندازیم حالا با. از شنبه شروع می کنیم از چند اول ماس برای ما اول پادکست بزنیم از اول اول ما, ما. <applause> نه برای <بارم> از مثلا <applause> مثلا آقا این کار که از شنبه شروع می کنیم <applause> برای همه ساعت چند بار گذاشتیم <applause> خب از شنبه منم و خواننده اون سینا بیسیس اون محمد رزا من رزا می‌گیم با درامر اون فرزاد با با محمد رزا که از زمانی که با چیز میزدم با دوستم شعب میزدم موزیک رو میزنم اونجا باش آشنا شدم فرضو که از بچگی باش آشنا بودم خواننده اونم سینا توی چیز باش آشنا شدم توی اینستاگرام داشتم هم میگشن یو تو فیدم یه صدای خواننده اومد که خیلی خوش خیلی صدای خوبی داشت گفتم این چقدر باحاله بعد دیگه شروع کردم بهش مسیج زدن چون مثلا دیگه چی مسیج میزنن بله بله چه خبر اصلا دیگه بیشتری جون و اونم قبول کرد دقیقاً اونم خیلی پایه بود با هم کالی رفیق شدیم دیگه از اون چقدر وقته که از به فعالیت داره فکنم ف... خیلی وقتی که با هم داریم میکنیم خیلی کم وقتی که آهنگ داریم میدیم بیرون اه... مثلا فکر کنم س... سه سال با هم دوستیم سه چهار سال با هم دوستیم آهنگ بعدی که قرار بیاد هفته دیگه شنبه فکر کنم اسمش چیه؟ اه... هنوز اسم نداره درست ولی <laughs> <laughs> ولی هنوز نمیدونم اسم دقیقش بذار اسم دقیقش بدونم چیه آره. بعد بذارم نگم آه. الان تا از... چند تا آهنگ دادی تا الان این میشه یک دو سه چهار پنج و اینا انگو دلیلی که انقدر کند داره میشه به خاطر اینکه اومدم اینجا یه, یه سال کارمون افتاد عقب آ همه ایرانن تو همه اینجا بعد به خاطر اینکه من اومدم اینجا ترک آماده بود بعد یه سال کاراش خراب شد دیگه چون که میکس این کسی که داشتیم باش میکس و مستر میکردیم دیگه نتو صدا بده را مجبور شدیم بریم با یکی دیگه آه. از این کار اینجا دیدید ایمان میکس مستر نره آهنگای دیگه گوش میدی به غیر از راک و متال خیلی همه چی گوش پاپ خیلی گوش میدم رپ گوش میدم راک و خیلی گوش همه چی گوش میدم من پلی هم اصلا خیلی عجیب غریبه فکر کنم خیلی نه... اینجوری هم پلی خیلی عجیب غریب نه. باشه پلی لیست تو خیلی عجیبه <تصفح> بگو تو اینا کدوم ها رو دوست داری کدوم خواننده از هر کدوم از سبکا بگو <تصفح> اصلا رپ کیو دوست داری ایرانی... داخلی خارجی ایرانی ترجیح حالا خارجی راب... فارسی زیاد کم کم میشنسم. به چه رپ نه ولی ایراش رو خبا دیدم آهنگ آه آهنگای خارجی کلا بیشتر از آهنگای آه ایرانی می دیدم خ... 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 خواننده خارجی هنگ... آه... گروهای خارجی اه... مثلا تو راک و اینا برینگ مید هورایزن رو دوست دارم اینا های چیزایی که الان دارم گوش من مثلا هر ماه سریعا عوض میشه اگه بخوام بدون با چی ها شروع کردم با مثلا با همون متالیکا و اسلیئر و مریل منسن و گروهای قدیمی ده... 80 90ی که اوج راک و متال 890 بود دیگه اونها همه گروهای لژندری خطر موقع در ایونسنسینا رو خیلی دوست دارم ایونسنس و لینکین پارک رو خیلی دوست دارم کلا اینا گروه که خب باشه بزرگ شدن ولی الان گروهی که جدیدن دارم بهشون گوش میدم همین بریمیند هورایزن خیلی دوست دارم بزن پلیلیست هم بیارم بیارم چی گوش میدم خیلی بسن هم شده. Talk, daddy daddy no, daddy. داره چیزا uh, رو آه ام <laughs> <بود بخش. laughs> اون خدا ماین نکیشوس هندی پرامور رو خیلی دوست دارم دی نیبر دوست دارم بیلی آیلیش رو دوست دارم بیلی آیلیش رو دوست دارم آره خیلی میوز خیلی دوست دارم گوجیرا رو خیلی دوست دارم سیار رو خیلی دوست دارم اینا رو هیچ کدوم آدم سیار رو میشه سیا رامیش خیلی خوشگله رو دوست دارم کلاً خیلی گورا دوست دارم خیلی موزیک کلاً به قر از موزیک خیلی پارت وحشتناک گنده زندگی من برمیام همینطوره چقدر گوش میدی موزیک یعنی خیلی خلاص داری گوش مثلا صبح بیدار میشم الان وقت موزیک گوش کنم من خیلی وقت صبحام میشم موزیک میذارم موزیک خیلی گوشم خیلی وقت ظهر دیگه چی موقعی که بولم میشن زر کی بیدار میشن من تایم من با ایرانخه واقعا مثلا تا 6 صبح بیدارن و نمیدونم ادیت امروز میاد همین الان که اینجا بودم من سطح ده صبح خوابیدم چون که میاد تا شیش صبح داشت ادیت میکرد و دیگه خوابم همین اپیزودی که امروز اومد آره اپیزودی که امروز اومد با یعنی عادت کردیم یه ذره ولی آره اولش آخه ببین کاری که میکنن حالا جالبه موقعی که ریلیس میشه تا مثلا یه ساعت جواب کامنت ها رو میدن هر دنب. آره تا اصلا خواهم نهی بعد حتما بینم چی دارم میگن دوست بینم آدم ها چی دارم میگن در ویدیو تو نمیکنه مثلا حرف آدم ها چون خیلی مطمئنا کامنت مثبت که خیلی میگیرید ولی کامنت منفی هم به حال میاد یه کامنت منفی اینجوریه که هزار تا مثبت میگی اون یه دونه منفی یه جوری رو مخت میره شما شو... یعنی برای شما هنوز به این هم چیزی عادت نکرده من فکر چون... آدمی عادت کنه ببین حالا نظر چیه این تالرنس هم بهتر شده ولی کسایی که حالا بزر... بزرگ خیلی بزرگ مثلا مثل جوروگن و اینا میگن ما اصلا هیچ وقت کامنت اون رو نمیخونیم دروغ میگه واقعا آره دروغ میگه رد میکنه هیچ کی, کی نمیشه نخونه یعنی اصلا امکان نداره چه بالاخره میبینه دیگه حالا ما شاید برشت... نشینه د... آره بشینه دونه دونه نگاه کنه منم نمیشم مثلا تک تکشونو که نمیتونم ببینم ولی مثلا میگه همون یه ساعت اول هر ویدیو میشم نگاه میکنم بعد مثلا فردا پس داشتم میام دوباره ویدیو رو میبینم میرم همیشه کامنت ها مثلا من خیلی وقت میام ویدیوهای قدیمی قدیمی رو نگاه میکنم میرم کامنت هاشون چیه کلا کامنت ها رو زیاد میخونم حالا فیدبک میگیره دیگه آخه بعضیشون واقعا خوبه یعنی مثلا میفهمن که چی بیشتر دوست, دوست داشتن چی کمتر دوست داشتن ولی کامنت های بعد مثلا فوش اینا اصلا ناراحتم نمیکنه اون چیز اصلا هیچی یه ذرم ناراحت هم نمی فوش نه فوش عادت کردم اون اصلا فوش که چیزه اون که اولا که به من کسی من دایرکت من فقط عشق عشق و علاقه توشه. تو شد همه ولی چه چه جوری چه جوریه که اینطوریه واقعا چی چه جوری آدم انقدر با تو رابطه خیلی مثبتی دارن نمیدونم دوست نمیدونم از اولش فکر می‌کردی که اصلا اصلا فکر نمی‌کردم اصلا فکر نمی‌کردم اصلا یکی از دلایلی که دیرتر من تو <تص> ویدیو بخاطر خاطر چون می‌ترسیدی که رابطه میگفتم شاید آدمو دوست نشوشن منو ببینن مثلا دوست ولی الان یه عضو خیلی مورد. الان خیلی خوشحالم که ها دوست دارن یعنی تنهایی ویدیو میگیری دیگه از یه چه به بعد دیگه فقط کوراش خالی گنده سلام کلوزآپ رو صورتم هیچ اتفاقی دیگه نمیفته نه ولی خیلی 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 خوشحالم که آدم خوششون اومده چون من ادا در نمیارم راستش نه. یعنی نمیخواستم ادا در بیارم یکی یکی دیگه باشم که آدم از من خوشش اومد اینی که از خودم خوششون اومده خیلی خوشحالم ولی کامنت های بعد هنوز یعنی شما را هم اذیت آره معلومه یه یعنی سری کامنت ها خیلی مخ میره یعنی منی که مثلا وقتی کامنت ها بعد میبینم هزار تا کامنت خوب میاد یکی بعد میبینم اصلا خورد میشه این قرار نیست بهتر بشه <تص> ازش. نه زیاد بهتر نمیشه راستش همون بعد بس های نگاه نکنی اگر رود خیلی تاثیر میذاره ام. من مثلا نگاه میکنم هر هم میخورم دیگه سعی میکنم من, به میا... نگاه 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 انتقال نمیدم دیگه خودم بیشتر <تصفيق> <تصفيق> مثلا بعد بعد سر رو مخ میره دیگه مثلا چی مثلا <تصفيق> مثلا, <تصفيق> م... مثلا میگم فوش و اینا چیزیست ولی مثلا یه چیزی که مثلا کوری پاش زحمت کشیدی یکی مثلا میاد مینیمسه که برو با مثلا همش علکی زحمتی مثلا پاش نرفت این چیزای علکی هرسم میده چیزای جدی هرسم نمیده یعنی چیزای فوش اینا دیگه هرسم نمیده یکم انتقاد سازنده بکنه یعنی اون شوار... که اصلا اون خیلی دوست داره اگر یکی انتقادش درست باشه یعنی مثلا درست که منظور که مثلا فوش شده مثلا بیاد بگی آقا مثلا من از مثلا از اون ویدیو ب... از اون ویدیو بزار من خیلی اون ویدیو رو دوست داشتم یا یعنی مثلا این اون کار رو که تو ویدیو باحال بود از اون کار بیشتر بکن و <applause> من میفهمم که آقا مثلا آدما اون سب ویدیو رو بیشتر دوست دارن بر هم یه اون سب بیشتر بذاریم یا مثلا اینو بیشتر دوست دارن کلا بگو, بگو, بگو. لوله کرده اونجا شغل و در پس همش الان از الان برد هم الان همه چی از یوتیوب چی شد وارد یوتیوب شدی یوتیوبر شدی یوتیوب که اولش که اصلا نمیخواستیم اصلا منم یه اولش نمیدونستم که یوتیوب پول میده فکر کنم خیلی دیگه این اینجورین چرا الان که همه میدونن الان ولی موقع من اصلا من اصلا اصلا نمیدونستم که یوتیوب میتونه شغل باشه اصلا فکر نمیکنم بر همین هیچ وقت اصلا به فکر یعنی میا که این کار شروع کرد کاملا از روی علاقه کرد مم. یعنی کامل کامل همینجوری بود که دوست داشت این کار انجام بده دوست کلا نویسندگی نو... 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 خیلی دوست داره کتاب بعد گفتش که همین رو مینویش همون می بعد همونا اه... رو میگفت بعد از اونجا خوشش اومد بعد اصلا تو یوتیوب اصلا یه بار تو ویدیو تو یوتیوب گذاشتیم بعد دیدیم مثلا چرا اصلا خیلی وقت نمیذاشتیم مثلا خیلی از ویدیوهای اولی می اصلا نیست توی یوتیوب چه که اصلا واسمون چیز نبود بعد کم کم که فقط دوست داشتیم که دیده بشه و کارمون رو انجام بدیم از این کم کم بعد یوتیوب اون اولایی که داشتیم کار میکرد اصلا کسی نبود هیچ که مثلا ویدیو مثلا 50 نفر میدن، دیدن نفر میدن، دیدن نفر می هرچی هر چی این, این مثلا سه, <تصفح> سه سال یه روز تو سه سال پیش سه سه سال واقعا کسی نبود توش خیلی سخت بود آدم بعد قشنگ یادم میاد که مثلا یوتیوب اینجوری بود که هی با روش های مختلف آدما ها رو سعی می کنیم بفرستیم یوتیوب بعد تازه اون موقع که این کار داشتیم که نه به خاطر پولش به خاطر اینکه توی توی اینسا اون موقع بعد ویدیو رو صد پارت میکردیم پارت پارت میذاشتیم تو یوتیوب میتونیم یه بذاریم همه بیان اونجا بعد بالاخره جفتون منم یه جفتون خیلی یوتیوب نگاه میکنیم و خیلی یوتیوب رو دوست داریم و کلن من خیلی از یوتیوب خوشم میاد به نظرم خیلی باحالیه همین شد دیگه یعنی کم کم شد بعد کم کم که فهمیدیم درآمد داره مثلا ماهی اول مثلا 5 دلار بود دو دلار اینجوری بود که کم 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 بعد چند چند وقت شد بعد نه میدونم ما قشنگ دریم این راه رو داریم طی من رسیدیم به چهار دلاره بزن اینو بپرس اینا مام. اگه یه جوونی بخواد شروع کنه موسیقی زدن چه پیشنهادی داری براش اساسای وارده مز... ما موزیک زیاد گوش بده <applause> بعضی که سازش خیلی دیگه رو بخرم سازی که دوست داره بخره علی کاری که میتونه بهش کمک کنه که موزیک خیلی خیلی گوش بده و اون اول هم شروع کنه آهنگ نوشتن آهنگ ساختن هر چقدر مبتدی هر چقدر چیز از هم اول به نظر شروع داره. خیلی, خیلی دوستان دوستا نوازنده خالی فقط دوستا نوازنده کنم ولی من بیشتر آهنگ سازی و تو نوازندگی دوست دارم خب از کجا چه جوری شروع کردن یاد گرفتن به نظر از روی یوتیوب و اینا آه این یوتی... که... تو شهری هستن که معلم خوب بتونن پیدا کنن معلمی که واقعا فهم کنن درست بیه. حالا میشه فهمید دیگه از کسای دیگه که پیشش رفتن از چیزای اینجوری ب... به نظر من که هنوز معلم گرفتن خیلی باحاله ولی اگر دوست نداره 100 درصد از یوتیوب میتونه از تو خونه یاد بگیره چقدر گرونه الان معلم گیتار تو ایران ارزون خ... مثلا ساعتی 60 70 هزار تومانه به نظر من واسه اون بیشتره. من من یکی از دوستان میدونم الان داره 70000 تومان میگیره برای واسه زحمتی که میشه واسه اون چیزش به نظرم خیلی باید بیشتر آدم پول بگیره ام. خیلی خوبش از هفته خدا کلی میارزه چون 100 <تصف> کد 20 سال سابقه شو داره سعی میکنه به آدم یاد بده زحمتی که میزه بعد همین موزیک کلا موزیک به نظرم یکی از خیلی مهمترین چیزاست راک ایرانی هم گوش میدی نه نزی... گروه راک ایرانی زیاد گروه راک ایرانی که شنیدم دوستشون دارم یکیشون پدرای با آلبومی که هفته پیش برد گذاشتم گوش دی؟ برایزه؟ اره. اون باحال بود اون خیلی باحال بود سی سی. اون باحال بود خیلی دیگه چی؟ گفتی اون راک نیست اون گفتی پاپ راکه در واقع اون یه با, با حالی اونی که واسه هم گذاشتیم بود که خیلی تلفیقی بود دیگه مثلا هرچی حال کرده زده مثلا یه ترکش خیلی راک تره یه ترکش مثلا شاید رپ باشه ترک, باش، ترک که به نظر من اینجوری خیلی با سبک نباید گذاشت موزیک زیاد به نظر من من دوست دارم همیشه این آیدنتिफाई میکنم مثلا ام. تو راکی با حتما راک بزنی نه هر اون لحظه هرچی آدم حال میکنه رو میسازه میده دیگه میکنم قبلا اینطوری بود که آدمو میرفتن تو یه مثلا گفتن این دیگه رپره این دیگه هیچ چیز دیگه نمیخونه هیچ چیز دیگه هم میخونه آره مسخره از اونجایی که آدمایی که خیلی چیزا یکی از چیزی ای که میخوام بگم کسی که میخواد موزیک یاد بگیره این همین دوگ بودن رو بذارن کنار چی بودن؟ دوگمه دوگمه؟ آره اینی که همش فقط یه سبت مثلا من قشنگ نمیاد اون موقعی که آره خیلی از کسایی که خیلی از کسایی که خیلی از کسایی که مثلا راک و متال دوستان اینجوری که غیرتی ان روش فقط متال رپ آشغاله مثلا یا کس اصلا همچین چیزی نیست همه موزیک از هر موزیکی تو میتونی چیز یاد بگیری از هر موزیکی تو میتونی ایده بگیری الهام بگیری چقدر حرفای قشنگی داره میزنه بزرگترین دغدغه زندگی چیه؟ بزرگترین دغدغه زندگی شام امشب چیا حساب میشه جزء دغدغه چیزی که ذهنتو تو مشغول میکنه مثلا چه میدونم میخوای پول جمع کنی خونه بخری میشه خیلی دغدغه باش خیلی ناراحتم هم داره میکنه تا بزرگتر دارم میشم ارزش این زمانو دارم بیشتر میدونم تایمو که چه مهمه چقدر سرش سایی بیهوده هدره شدن باز وقت زندگی آره صحبا بیا بالا آره بیا باید مدیتیشن کنم بیا هم دیگه رو چرب بیارو شدن بیا کلن چرب بودن خیلی سه خوبی من دوستم کنم چرب کنم خودم و یک بین بین بین. آره یکی از چیزه همین چیزه اینجوری دقدقه که خیلی چیزه هست که مثلا از باعت همین کار و اینا درآمد و قبض ماهیانه مثلا یکی از استرس که همیشه داریم اینه که ارتباط هم با ایران قدشه همیشه بشتن فکر میکنم خیلی رو مخمه اون یه هفته که قد شده بود آکه مثلا اینترنت هر اتفاقی این اتفاقی که افتاد خیلی از خیلی ناراحتم هم داشت میکرد یعنی اصلاً, اصلا اصلا هم داشت میخوند فکرم هم همه اینطوری بودن آره. بید... یعنی جدای که با بچه نمیسین چیز کنیم با پدر پدر مادرام نمیتونم اعتماد برقرار کنم اصلا همه چی آره. اصلا یهو خابی اون خیلی س بدی بود اون خیلی ولی نه دغدغه بیشتر همین چیزه میگم هر چی بزرگتر میشی دغدغات چیزی میشه چیزی میشه چیز قبلا آره قبلا مثلا این چیز. اصلا ذره دغدغه نبود اینی که سنم سن داره چیز میشه و تایمم داره از بین میره و کارهایی که دارم با تایمم دغدغات عوض میشه دیگه آره خیلی خطرناق عوض کوچیک‌تر بودم مثلا بیشتر موزیک بود بیشتر مثلا نه شاید اصلا چیزای مالی بود دوست دارم مثلا اینو بزرگشتم اینو بخرم اونو بخرم ولی الان اصلا دیدم چیزای مادی نیست بیشتر آره چیزای خب پادکست خیلی پادکست خیلی منحرف اینا از تو بود من یه چیزی که اسلاید آره بیا اینو نه اونو بگیرم اونو بگیرم خیلی بگیرم <laughs> نه, نه خیلی ببین یه پادکستی که ما حالا این جدیدن داره اتفاق میفته که ما تقویم سانسور داریم میذاریم کنار یعنی واقعا یه چهار تا پسری که میشینن دوره بر هم دیگه شاید یه دو تا جوک اینطوری هم داشته باشه نه, نه؟ خوبه او... و اینکه چیزی که حالا ما داریم میبینیم ما کسایی که دارن به ما گوش میدن رنج سنی از فکر کنم 24 تا مثلا 35 اکثریت من داره. مطمئنم 35 و, و یه دنیای متفاوت چیزایی که 100 درصد داره در صد. چیزایی که براش من خودم مثلا کوچیک تر بودم خیلی فرق میکرد چیزایی که الان میخوام و حالا الان صحبت که میکنه اینه که خودتون سانسور نکنید یعنی ام. اونا با همین خنده هاست که مثلا برای مردم جذاب میشه و مثلا دوستان و اینا مثالش یه دونه چیزی بود که فرهاد برا ما یه مثال هست نمیدونم میدونی یا نه کارون داشت در مورد چی صحبت میکرد کوه یخ تیپ آف که میگن یه ذرهش بیرونه بقیش بقیش تو بقیش... زیر, آبه. زیر, آبه. زیر آبه مثال فارسی, فارسی شده هم <laughs> <laughs> فارسی <نشیدم> نه <laughs> بفرمایید دو... میگن سر گندش زیر لحافه <laughs> نت... این فکر کنم اصلا واقعی این آره آره واقعی سرش خب از, نشت... از کجا نشأت گرفته این؟, این سر گنده زلا <تصفح> <ده بایده. تصفح> <صح> طرف یه چیزی میبینه میگه این که چیزی اون سر گنده اون زیر لا لا واسه ایمان برعکسه این چیزی که میبینی واسه خیلی بزرگتر از این چیزیه که زیر لا و خب واسه همین شد که ما دیگه تقریبا سانسور گذاشتیم کنار حالا امروز که دیگه خیلی گذاشتیم کرا خلاص دیگه ام کوتاهه <تصفيق> خیلی <applause> هر چی بزرگتر میشه بیشتر <applause> میفهمی چقدر کوتاهه دق دقه سعی کنی اصلا میدونی این سعی کنی کم تا دیگه الان آره آره دیگه کلا هر چی سنت میره بالا حالا من اون قدم حالا بزرگتر از شما نیستم یه جوری میگین که مثلا حالا الکی نه پیر نکن کلا علی میشه تا چیزایی چیزایی که وسط مهم میشه چیزایی که در طول سال عوض میشه هرچی بزرگتر میشه اون دغدغه ها میشه آره الان با... من هرچی چی چیزه دارم هی دارم سعی میکنم بیخیال کمتر دغدغه داشته باشم چون اینقدر کوتاه این تایمی که داری و کوتاه سعی کن آدم دغدغه شد تو سر خوش کمتر کنه در مورد تتو ها میخوای بپرسیم آره پرسیدن داستان تتو نمیدونم مثلا میخوای بگی آره تتو آره. خیلی زیاد دارم چی شما میخوای بدونی چند تا از تطوها از تطوها از چند سالگی شبه. شروع اولین تاتو گرفتی سال <applause> <ساله تصفيق> اول دانشگاه اون موقع که دعوایی شده سال 13 سال نه اول دانشگاه اون این اولین بود این اینی که نعل است نعل است داستانش میتونم بگم من <applause> دلیل که اینو گرفت آره نعل است خیلی دوست دارم چون که من خونه مامانم از همیشه یه گلمه نعل است داره بعد خواهرم داره بعد واسه منم گرفتم بعد من گم کردم نه لاسم بعضی که مثلا ما آنها از از کار رفیقا بوده آره بعد من <سؤال> <سؤال> <كتصفيق> گم کردن رفتن اینو گرفتن نه لاسم گرفتن که دیگه ایش وقت گم میشه. آره دقیقا این نه لاسم از به خاطر ما موانمه. این این جالبه آره یعنی همیشه اینو بعد رو همه رو همه, چی میزنم دیگه روی اون پیک گیتار رو پیک رو گیتار آره نه آره شانس ما خیلی اعتقاد داریم این تو خونه ما داریم ما خیلی کلا به چیز اینجوری اعتقاد داره اسم دود میکنه توی توی ایران توی خورشتا میندازن که آهن خورش بره بالا نه. به خدا یعنی چی نه لازم میندازن تو فülunda. نه بابا رو از خود داستان نمیسازی آقا میندازن ولی یه سری چیزا هم هست میفروشن بهش میگن تو حسوم حسوم چیه یه تیکه آهنیه واقعا آهن میذاره مثلا آهن میگیره غذا که نه آهن غذا بده نه به شدت ولی میگیره یعنی چی آهن مگه هست هم چیزی چیز آهن غذا بده حالا میبریم یه بار میبریم یه قانون سبزی آهنی برات درست کنم بیا بالا دیگه این الاسپه اونه اینجا دور دستم ایکسی که اینو لاتین نوشتم دور دستم هر چیزی که رو دستم اینی لاتینه اه... نشو. انگلیسی نیست که کسی تسلط داری دیگه به زبان آره صد درصد <تصف> کامل رو لاتینه ولی معنی این میشه که تنیسی که میونه عشقه <تصف> <تصف> دنیا دنیاست عشقی که میونه فارسی هم داره دقیقا, دقیقاً مشکی هم رنگ عشق رنگ چشای مهربونت دیگه ما هم میگی برامون آره این این مار تو آسین همه دیگه سر گنده سر گنده که گنده سر میشه سر اون برای سر گنده اون برای شد نمیشی میره دوتا مار دارم ولی چه روی داره میخندی اونه که مارم اینجا هست آدم این منحره مشکل داری قشن گفتم یه مار دیگه اینجا یه دستم دارم اینجا هست اینجا هست ببین پیدا نمیشه دوتا مار دارم چه از اولانی سه بومیش دیگه ولی اینو خیلی قبول دارم این جمله که اینجا نوشتم و چیزایی که میذارم کنم خیلی قبول دارم چیزایی که نوشتم این جمله چیه اینجا؟ این میدینی چیه؟ جان ویکو دیدین؟ جان ویکو دیدم جان ویک پشت جان ویک و کلن یه سه این سروازه امریکایی این اینو دارن این میشه که فورچن فیورز بولد یعنی به فارسیش بکنم شانس شانس, شانس کسایی که, <بصد> <تصوح> یعنی کار انجام میدن از یعنی اینو خیلی قبول دارن که چی جزه شمایی بون اینو... چیزم میگه دیگه نامجو توی آهنگش میگه آشق شوور نروزی کار جهان سرایت نامجو که البته نمیگه یعنی شاعر ایشون خونده خونده چه که پیچ کاری یعنی چقدر فلسفی نمیخوام حرف بزنم اینقدر ولی اینجوریه کلا به نظر من انجاز خوبی کردن هیچ کاری دیگه پایی نداره. نداره واقعا نداره یعنی به نظر من همه آدما صد در صد. یعنی، برابر کاملا صد درصد یعنی ولی بعضیا برابرتر نه نه تنها چیزی که واقعا به نظر من میتونم بگم که این آدم داره بهتر از اون میکنه میگن این آدم مهربون این آدم خوش چیز خوش بیشتر ایه. کمک کرده این آدم بیشتر مهره بیشتره کسی که مهربون تر باشه کسی که نه مهربون که آدم کسی که میدین منظرم میفهمین اون تنیسی که میتونه اون خوشق قرد... اون زلالده آره اون تنیسی که اونو به نظرم برتر از یکی دیگه میکنه نه هیچ دیگه نه پولت نه خوشگل بودن نه یه چندل به نظر من راجع فلسفه آره بشینم یه <تصفح> <تصفح> سیب بذارم واسه وای چرا واسه همی چرا فاین تو فکر کن آره دیگه نه میدونی چه فرق میکنه یکی از اون یکی مثلا من هر چقدر کال اف بهتر است. سعیش چه باید بدونم دیگه این شدنی باشه این صحبت گفتن که تا چند سالگی دیر نیست و میشه همچنان موسیقی رو شروع کرد به نظرت به نظرم خیلی تا خیلی سن بالایی میشه از از چی دیگه اینجی نیست میفهمم چیزت کم میشه مثلا من اون آره اون اون انرژی که مثلا وقتی که دوازه سیزه سالم بود و الان خب ندارم اون 7 ساعت میزدی الان آره الان دقیقه آره، نه خب الان به خاطر اینکه دیگه بردم یعنی ب... ساز که آدم همیشه میتونه بهتر شه خب آدم مثلا یکی 100 سالان ساز بزنه باز میتونه سال بعد خودشو بهتر کنه ولی من به این من اینجوری که زیاد نوازندگی هم مهم نیست بیشتر آهنگ مهمه بیشتر تایم ها رو آهنگ تو ساز همین میگم خیلی کم ساز می می هم نداره همیشه به نظر من نداره ولی هر چی... هر میشه و خیلی دیگه انگیزه داشته باشی دیگه یعنی باید واقعا خیلی بخوای و خیلی بخوای که اون سازه یعنی واقعا باید زیاد بخوای اون موقع میشه خیلی بخوای شتون شما اون بعد گریه دارید من میترکنم این فهمش از تجربت بگو که تو ایران بنده موسیقی داشتی چقدر سخت بود کردی اجرا منو چند بار دستگیر کردن تو ایران سر موزیک قپونی کردن چند بار یه بار یه بار یه بارش که خیلی خند داره چه که اما با لباس شیطان پرستی نه،, نه 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 اینا خیلی بدتر اون اولا که اصلا چی بعضی که اصلا چیز سر شدن. یکی از دوستان کنسرت داشتن تمرین داشتن میکردن توی استودیویی توی میرداماد بود بعد من یکی از دوستان داشتیم میرفتیم اونجا ببینیمش من برم اونجا رو ببینم تمرینشون رو بعد اه... پوشو استودیو بودم زنگ میزنم جواب نمیزنم گفتم چه عجیب که جواب نمیدونه گفتم بعد میرم پایین رفتم پایین در باز کم یه آقای باز کرد از این که پلیس پلیسای بله. لو شخصی بیا دست به ما مثلا گفت به خوش اومدی بیا تو ببینم همین جیر منو کشون تو با زور و گفت بده بینم. موبایل بده ببینم موبایلم هم گرفت تو جیبش گفت برو اونجا پیش بقیه دوستا بعد من رفتم اونجا همه دوستام اینجوری اینجوری گوش دیوار نشستهن گفتن چی شده بعد فهمیدم که پر پلیس با فیلم دوربین فیلم برداری داشتن از اون فیلم میگرفتن و فلان و اینا چی چیز نشونه دادن پر احتمال اون شوک بنای شاگرد شاگر. بعد داشتن فیلم میگرفتن اینا بعد من پرسیدم چی شده رئیس استودیو مجوز نداشت اصلا چه ربطی به بدبخت نوازندایی که اون تو داریم داره همه ما هم گرفته بودن حالا اینجاش خوبه شروع کردن خود اون رو گشتن و اونجا رو گشتن اینا بعض مثلا اونجا اون هم گشتن خب بعضی که همه جا خوب و حسابی گشتن به قدر کافی شد دیگه به رضایت رسیدن خب ارزاشون از گشتن بعد چشمان رو بستن جدی دارم میگم همه اون که توی ون گنده چشمان رو بستن که نبینا کجا میریم بعد دست منم چی زدن قفل به در ماشین توی ماشین دست قفل بعد هیچ رو کرد زدن که نفر ما کجا میریم بعد دوستم که اون پشت نشسته بود نمیگم شاید نخواد دوستم اون پشت نشسته بود میفهمید آدرس میفهمید کجا داریم میریم آقا شما داریم میرین اینجا که بعد خفشه از اونجا داد میزد خفشه چه چه داد بعد میگه مگرد. من میدونم الان میری چپ ببین بعد میرفت چپ دیدی گفتم رفت چپ بعد بر... <تصفح> با اینکه چه چه بس دادم. میدونستان کجا داریم میریم ما بردن یه جایی که چه چونه که باز کردن این فیلم من من موندم چرا آدم با اصلا تجربه یاد شده فقط با سر موزیک زدن ولی چه چونه که باز کردن جلوی سوله 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 گفتم برین تو چیه سوله 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 آره بعد که ما اون تو بعد سولا میری توش یه اتاق پنجره پنجره, پنجره کف موکت بخوابین دیگه فکر کنم مثلا ساعت شده بود ده شب بخوابین دیگه آره ببین تو در اصلا رفت خب یه زمه تو اتاق هیچ نه موبایل تو داری نه مامو هیچ هیچ, نه کسی میدونه تو کجایی نه تو میدونی کجایی نه میدونی اصلا چی شده همه تو رو انداختم اون تو بعد سچ یکی از پنجره هم شکسته که سوز می بعد همه تو اتاق دو تا اتاق مختلف بعد چیز بود. اون نقطه ما رو اونجا تنها کسی هم بود اونجا یعنی یا شما رفتین تنها مشتری اون شب بودی نه خودمون بودیم فقط خیلی بد میشد اگر بود نه مثلا فکر مثلا مثلا کولاخی اونجا بود نه مثلا یه سری کو مثلا فقط تمام کوروش چش آقا چش آقا گفت بعد میگفت نه مثلا شب مثلا بقیه استودیو ها هم مثلا این کارو نه اون شب فقط ما بودیم فکر کنم بعد چیز شد من تنها شانسی که آوردم این بود که اون موقع من داشتم دارو میخوردم برای قلبم اون او. موقع من نمیدونستم که من تیروید خیلی خیلی پرکار داشتم چه شما دیدی یه ذره زیادی گنده است به خاطر تیرویدمه و <laughs> اون موقع تیروید خیلی پرکار داشتم اولش بود نمیدونستم به چیه فقط یه تپش قلب میگرفتم بعد دکتر فهمید که یکی با قلبم بهم قرص داده بودن که مثلا تپش قلب و اینا من به یکی از کسایی که اونجا بودم گفتم آقا من من قرصامو بخورم اینو فهمید سریع چیز کرد اومد منو با دو سه نفر دیگه که اونام دار و اینا نیاز داشتن اومدن از اون امضا و ممزا و فلان همه چی گرفتن بردن ما رو بر اتوبان پیاده کردن وسط اتوبان صد مثلا یک نصف شب نه بابا با, م... با مولا داد زنگ زن به با بابام صد یک نصف شب زنگ زن بابا خوبی گفت آره اصلا انگار نه انگار من نبودم خونه مثلا من صبح رفتم عادت داشتم با... نه نه گفتن <laughs> 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 <gusten> که با من بر <laughs> اتوبانم تی بیادم اونجا چیکار میکنی پاش <laughs> بابا میگم مثلا اصلا چه دقیقه التماس کن پاشه بیا بعد آخرت دنبالن منو برد اصلا ذره واسه مهم نبود که منو پلیس گرفته گرفتن تو سوره چشامونو بستن چیز که بعد فردا صبحش که دوباره رفتم اونجا هفته صبح اونجا می بودم دوباره رفتم اونجا دوباره منو که از سوله او یعنی موقتی آره چیه فقط برو نمیخوایم بمیری اینجا مثلا دیگه قلبت مشکل داره برو نمیخواستن دیگه سریع استوری گرفتنی که اینجا وسط بیفته بمیره بعد چیز بود من رو کردن توی من رو اونجا توی صلح دوباره و بعد چیز کردن همه رو کردن توی ونی بعد بردن ما رو دادگاه دادگاه که تو دادگاه آخر سر ولی ما بدبخ ما اینجا بودیم که ما فقط رفته اونجا ساز بزنیم. ساز بزنیم همون آخر سو بل کردن فقط یه دو روز همه اونو آه یعنی اتفاق بعدی نیفتاد اونجا اتفاق بعدی نیفتاد بود من هم هی داشم میگفتم آقا من حتت ساعت هم من رفتم دست بزنم تماشا چی بودم منو چه گرفتین هی بهش میگفتم اینا رو به این اسکولا رو ببرین منو چه دارین تو عمرو فروختی عمرو فروخت من هم لحظه بودم اینجا یکی این بود یه بار وسط کنسرت ها می به اون گیر میدادن مجوزا اونو کنسل میکردن کلا توی ایران از این بابت ها چیزایی اگر بخوای خیلی رسمی کار کنی خیلی دنگ و فنگ داره خیلی دنگ فنگ برای همین اکثرا 99 درصد زیر زمینی کار میکنه وقتی میری توی مجوز اینا تازه میفهمی که مارکت موزیک چیه داستان مافیای موزیک و مارکت موزیک و کلا تازه میفهمی که 80 درصد 90 درصد اون مارکت هست 10 درصد موزیکی تو میدیه واقعا حالا مافیای موزیک تو ایران وجود داره همه دنیا هست مافیا که مافیا بهش نمیگن سیستم اینجوری که خب هر, هر بیزنسی تو هر جای دنیا دست یه سری هم افتاده دیگه م. اونا هم بهش میگن مثلا مافیا چه های اون کار مگه مافیای مافیا که نیست ولی خیلی مارکت خیلی فرق میکنه با موزیک مثلا تو فهم کنی که اگه الان موزیک خوب بدم الان دیگه تمام دیگه میترگم مثلا خب این چی نیست. باعث میشه که این اتفاق بیفته بتره. مثلا تو ایران مثلا تو حتی موزیک خوب داشته باشی اولا که سالونار که همینجوری بد نمیدن با. تو نمیتونی همینجوری بری واسه خود بگی من خب برج میلاد من چیز میگم برج میلاد کلش پره چون اون کسایی که تهیه کنندن میان کلش رو میگیرن برای کل سال امه. یعنی با هم تقسیم مثلا 5 تا تهیه کننده گنده داریم همه با هم تقسیم میکنن بعد جدای اون شخص نمیتونه سالن رو بگیره حتما باید شرکت باش. داشته باشی باشه. آره با شرکت داشته باشی بعد بعد برای همین باید, باید بری زیر دست یکی از اون تهیه کنندهای گنده کار کنه بعد تهیه کنند گنده ها به گروهی کوچیکان مثلا خیلی خیلی وقتا کارای چیز میکنن دیگه به وان بیزنس بهت نگاه میکنن ذره به موزیکت نگاه نمیکنن تو اگر بخوان میتونن معروف کنن تو اگر نخوان معروف شدن دیده شدن مثلا اه. حتی یه آدمی که منفورم باشه وقتی زیاد دیده بشه معروف میشه اینو اه. حتما دیدین دیگه دیده شدن یعنی معروف شدن تو بیشتر دیده شی هی معروف تر میشی که بالاخره یه سری خود پیدا میشه خوشت میاد حتی یه سری گنده تو بهشون بیاد بازم با تو مثبته درست یعنی خیلی وقتا یکی که خیلی بده همین هم واسه فوش می‌نیسن چیز می‌نیسن اون برعکس با اون کار دارن چیز سرش میکنن فقط هی اعتبارش بیشتر میکنن هی معروف ترش میکنن سیستم ایران هم اینجوریه که اگر تو رو بخواد کل دنیا یکی بخواد تو رو معروف کنه با زیاد تو رو پروموت کردن و زیاد دیده شنن، تو رو تو رو بالاخره معروف میکنه حتی اگر خوب نباشی باز همین خیلی وقتا میگن که مثلا مافیاس و آرتिस्टای واقعی شاید نیام بالا و از این حرفا ولی خب اونجوری هم نیست دیگه یه پتانسیلی میبینن تو اونجوری هم که نیست بیان چرتن آدم آدمو بیان گنده کنن مثلا یه پتانسیلی تو طرف میبینن ام. که مثلا آقا این رو داره صداشو داره این داره بعد میان روش سرنگذاری میکنن که مثلا مثلا دیدی دی بیلی آیلی چه جوری هتل چاتش شده خب پتانسیلش داشته دیگه صداشو داشته کراکترش داشته و بعد یه نفر گردن افتاد پشتش یه جوری در تو یوتیوب باز کنی یا یه مسابقه جدید داری ازش میبینی یا یه برنامه جدید داری ازش می‌بینی یا یه اتفاقی درباره بیلی های می‌شنوی نان استاپ می‌بینی چه برنامه‌ریزی‌های مثلا از یه سال قبل اینا پلن چیدن اه. که سال آینده امروز این فردا اون فردا اینا همه یه تیمه که بهش میگم مافیا ولی این مارکت خیلی مهم میگم ده درصد موزیک 90 درصد چجوری میشه از توی مارکت پول داره تو ایران موزیک؟, آره موزیک تو اجرا گذاشتن تو ایران خیلی پول فقط توی اجرا یعنی کسایی که در زیر زمینی کار میکنن قاعدتا نمیتونن پولی توش واقعا نیست پولی که مثلا واقعا از سپاتیفای و اینا در بیارن هیچ پولی نداره خیلی کمه چقدر مثلا خیلی مثلا یه عدد خیلی مسخره ایه من الان مثلا تو سپاتیفای فکر کنم آهنگامو مثلا بی نفر دیدن مثلا دو هزار تا مانفلی فکر کنم دیروز چک کردم یه دلار و هفت و سنت اومد شاید من دارم یه کاری اشتباه میکنم شاید این نباشه ولی من که زیاد توش چیز نیستم ولی تو موزیک زیرزمینی زیاد هستن یعنی حالا مثلا من سوال دارم ازد میشه اشخو علاقه است توی مثلا آلبوم مثلا مراتیدن که اومد بیرون اینو پیش فروش کرده آه خب, خب, خیلی شاید از اون پول درآورده نه خب من سوالم ازت اینه منی که من اینطوری بهش نگاه میکنم که خب من دارم ماهیانه پول میدم برای اپل میوزیک خب و این قراره بعدا تو اپل میوزیک بیاد پس من اون اونو نخرم که اونجا گوش بدم میخوام بدونم که آیا یعنی تو میگی که پولی که از پیشورش درمیاره در میاره خیلی به مراتب بیشتر از اون پولی که صد از صد من صد موقعی که صد آهنگ صد و صد گوش صد در صد میدم در میاره کلا کسایی که تو ایران دارن موزیک کار م... کلا که همه کسایی که دارن موزیک کار میکنن به نظرم واقعا از رو علاقه است چیه پولی توش نیست اونجوری تو هر کاری به با بالاش برسی یوتیوب هم همینه یوتیوب هم, هم علاقه داشته مطمئنم که پولیش ولی مثلا آره پیو پای هم داره ماهی دو میلیون دلار در میدونی چی میگم یعنی سیستم اینجوریه همه کارهای هنری اینجوریه همش خیلی از علاقه است ولی موزیک تو ایران زیر زمینیش اصلا دیگه توش پول خوبی نیست اصلا توش پول خوبی حتی همون مرادیدن هم که میگه پیش فروش میکنه بازم هرچم در ورده باز واسش کمه اگر مرادیدن جزء آرتیست های تاپ ایران کشور خودشه دیگه آره. اون باید خیلی پول در بیاره صد درصد میدونی وقتی تو تا تاپ ایران مملکت خود باشی که همه بشناسنت همه هم دوست داشتن خود با حال کنی اینا لیاقتشی که خیلی از این زندگی سخت میدونی وقتی تو چرا خارجیه انقدر حال کنه و انقدر بهش برسن و اینقدر پول باشه اینقدر چیز باشه ولی ایرانی چرا اون نشته باشه آدم،, آدم ناراحت میشه آدم دوست دارم که من دوست دارم کسایی که کلان تو موزیک و کلا کلا خیلی بیشتر از این حرفیایی که دارن بهشون اعتبار باشه و بیشتر نه دقیقه همین رو بدونم یعنی این این ذهنیت من که خب من دارم به اپل میوزیک پول میدم اپل میوزیک هم به اون یه پولی میده این ذهنیت کم می اشتباهی یا اسپاتیفای یا هر میده پول میده پول میده مطمئنا وقتی ویواتم خیلی بالاتر باشه پول بهتری در میاره ولی بازم ناچیزه خیلی به نظر تو آدم ها بهتره که اون توی مارکت الانی که وجود داره توی ایران مثلا اگر که در توانشون هست پیش خریده رو بکنن هم. سخته دیگه الان این فرهنگ سازی که به آدم بگی پول ب... وقتی توی ایران آدم ها مجنی هستن موزیک ها رو گوش میدن اغلب ما خودم ترک هایی که ترک ها در میاد مجنی میزنم تو تلگرام هرکی باید که میگم دنبال بیشتر دنبال شنیده شدنش هم تا چیز شه. سخت اینی که بخوای با آدما اینو چیز کنی که بیاین پول بدین اخه آخه قانون کپی رایت هم تو ایران زیاد نیست. رایت نمیشه اصلا وجود داره های یعنی تعریف نیست. شده است ولی خب رایت نمیشه نه. توی همین سافرایی که مردم توی ایران استفاده میکنن ام. یه سی دی کینگو اینجا ازت بگیرن فکر کنم 7 سال زندان داره به خاطر اون حجم من نیوردم ترس نمیخوام میرم من میخواستم بیارم <تصفح> <تصفح> حجم سافری که تو ایران کپی رایت است اصلا عادت شده مثلا اولش کدام میاد اینجا واسه من که اینجوری واسه من سخت بود پول بدم واسه فیلم آره با اینکه باید آدم بده بالاخره اونم بعد اون زحمت کشید <تصفح> ولی باسه من سخت بود خیلی چون همه رو دانلود میکردم دیوانه بلوسی رو برو آقا تو ایران اصلا مینی اون فرهنگش نبود که تو بعد می‌خواستی هم نمیتونستی آره دقیقاً, دقیقا. بودی دانلود کنی 100 درصد 100 درصد یه اتفاق خب اینقدر ایران سخت زیاده هزار همین دانلود اون من از بود که کانادا زندگی می‌کرد موقعی که ما ایران بودیم و <تصفح> اینا این بعد از مثلا 10 15 سالی اومده بود ایران و نمیدونست که چه جوریه مثلا بازی یا چند تا من و اینا من بهش گفتم خب من بازی دوم اون دوم سه رو داشتم مم. گفتم خب من دارم بیا بریز روی لپتاپت بازی کن گفت مگه میشه اینطوری بریزم لپ گفتم آره اینو میریزی بعد این کرکم کپی می‌کنی اونجا نه بابا مگه میشه گفتم آره من بهش دیگه در پوست خودش نمی گنجید مثلا این بازیه رو باید 60 دلار میداد من اینجا همطوری فرد بهش دادم گفتم اینم کپی پیس کن کپی میکردیم خود بازی رو آره نمی یارو پردا سیستم می کپی کو 500 تومن میدادی آف. یه سی دی کپی میکرد آره دقیقا. خوشم... من پلی استیشن 1 داشتم دو من, دیگه خانواده, یک دو. داشتم دو من دیگه خانواده بند پلی استیشن 1 و 2 اول باید سی دی دیگه میذاشتی بعد درمیوردی میوردی میذاشتی سال دیگه نداری تو نه چی بود چیه چی آخه داشتن گفتم چی بود داشتی در مورد پولی که توی ایران آره خلاصه که هوای آرتیست ها و کسی که کارهای هنری دارن توی ایران میکنن داشته باشین فرزاد داری برامون فرزاد چون چیه نه آ ولی بگو اشکال نداره تو صحبت کن چی شده چی شده نه میکروفونش قطعه نه نه اون داره با زومه رکورد میکنم دیگه این چهار تا ورودی بیشتر نداره اون بر همی صداش همین صداش راحت نمیشه ما ما همینطوری گوش اصلا. میدیم ببینیم چی میگه اصلا. میتونی میکروفون فراده بگیری yeah. چه کاریه بعدم سختی بکشی عالی شد شما دو تو توی میکروفون صحبت کن تو بیا با دیگه. نظر شما در مورد این پس اینا شما چند آش میپذیم؟ آش میخورم یه دام <applause> <applause> بگو بگو حالا این قسمتی که میخوام بریم کورو شاید ندونه ولی یه قسمتی که اخباره حالا آره ما اتفاقا اتفاق جالبی که توی هفته میفترم آخرش یه چند تا میگه نظر هر کدوم اونو در موردش آره. چی برامون؟ یه خبر دیدم که دیوید بلین با با, با رفته بود مم. با 25 تا با دوکه بزرگ هلیون به چیز خاصی نیست چرا؟ دستش گرفته رفته بالا دیگه بس خیلی <applause> کارت من عجیبیه من هم میتونستم بگیریم ز... خیلی کلاسینا رفته بوده مثلا با پاراشوت بلد باشه که بگیره اینو چجوری بگیره نه, نه که بعدش, بعدش, بعدش میکنه میپره پایین یعنی آره ول کرد پرید پایین خ... آره فکر پایین بودن نکردم فکر فقط بالا رفتن خ... آره،, آره نه اصلا ویدیو س... ندیدین فکر کنم من فقط یه تیکش دیدم خیلی, 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 خیلی هلیوم تو ابد که بالا نمیره تا یه جایی میره آره. این محاسن اینقدر, محاسن اینقدر میره بالا که اصلا انقدر سرد میشه نزدیک منهای 20 ای وای نه, نه, نه من نمی نمیدونستم بعد خیلی من سه ساعته ولی من همشو ندیدم آره لایو استریم بعد چند متری پرید 25000 فیت که 7600 باز کرد 7 کیلومتر خیلی زیاد کارهای دیدین مثلا پستش در از این حرفا من نه هم کار دیگه اشو ولی سوزن میخوره از پوستش در میاره آره تازگی هم جوروی آورده بودش جوروی خیلی میاره قورباغه در میاره قورباغه میخوره در میاره قورباغه غریب زشت میکنه یعنی چی قورباغه میخوره در, 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 در میاره چی رو در میاره کمش از آن دیماوند وسط در راه بگی قورباغه در آکواریوم داره نه ت... تمرین میکنه با عضلات مثلا تو بدنش مثلا شوهر بازای دیگه اکثرا همش سرعت دست و گول کلکس گول گول ولی دیو از این که فکر مثلا شش ماه تمرین میکنه که مثلا بتونه آتش قورت بده که بیاد از شوهر بازی گفتی شوهر بازی میخوای برام بکنی آره بیا بیاره میخوای واسه شوهر بازی بیارم کارتا رو میکنم نه با نه میگه شو بازی آره اشکال نداره حوصله من یه عدد از یک تا هزار تو سرم حد سوزن هفت درست گفتی عالی شد اینه بچه تو خونه هم میتونم بفهم بگو دیگه چی داری برای اون خیلی یعنی الان دارن فقط صدای ما رو گوش میدن بله من میخوام رو دستان میذار را برم بچه ها بذار آروم تر سخت خوب آرومتر آرومتر این هفته خبر اومد که گفتن موقع که میخواین رابطه جنسی داشته باشید ماسک بزنید بله تو کانادا گفتن تو کانادا بله کل دنیا صدا کرد چرا کانادا داره این کار میکنه بعد نه, نه میگه اگه با جدید باشه ماسک بزنید چون از اونجا منتقل نمیشه ولی از دهن منتقل میشه جدی؟ آره دیگه <تصفح> خب پس ما ماسکمونو رو بزنیم بس آره میگه با آدم جدید ماسک بزنید <تصفح> بعد رو توییتر یه داستانی پیش اومد که آقا این طرفی اینو گفته از خودش نداشته تا حالا رابطی که بنده. ویژن نمیشه مثلا با ماست با ماست تو کنم داشته هم آره آقا با ماسک چرا نمیشه آقا نمیشه دیگه شما خیلی کار نمیتونی بکنی نه خب نه اینجوری کامت نمیخوانه شده هم میرم بعد این هفته اون بعد خبری بود شما سوال برای خود منم این که مثلا شب میخوابی تا صبح بینش دستشویی میرید یا نه بستگی داره شبش خورده باشیم من مثلا اصلا نه هیچ وقت نمیرم. میرم من میرم میرم تو میری یه این خبر در مورد یه دختریه که در واقع حالت ناراحته از اون رومیت حالا نه دوست پسرش که این آقا مشکل خواب داره مثل ایمان و مثلا اگه شب هیچ مشکل خواب داره خیلی بد میخوابم من بد خوابه سعی آره مثلا طول میکشه بخوابه و اینا و خب وقتی هم که میخوابه دیگه خیلی سخته یعنی خواب میخواد نگه داره تو اون به. استیت بمونه ولی بین خواب هم دستشویی میکنه بعد این دوست دو نه این برای اینکه نه نخواد بره دستشویی حالا پایین بالا هر جا چراغ بزنه و این خوابه بپره از سرش پیدار میشه این کنار توی لیوان و بعد <تصفح> <تصفح> جیش دختره اومده توی چیز سر کشیده تو آره مثلا اتفاقایی بوده که اولش نمی‌دونستی این چی اومده تو اینترنت تو دختره داره کامپلین میکنه شدید خیلی خنده دار بود که <applause> <applause> <تصفح> من که <applause> <نوش تصفيق> من دختره گفته که بعد خیلی دعوا و فلان اینا که داشتیم حالا تصمیم گرفتم که یکی یه لیوان خاص برای حاجی بخریم فقط خبرش اومده پیچیده تو آره این عجیب عجیبه برام که این خبر شده آره خیلی خصوصی آره. و خیلی چیزه آخه میتونی بذاری دیگه او میکروفون آخه میکروفون ما رو گرفته میگم دیگه حیا و اینو از بین رفته خطوط قرمز تو اتاق حتی قرمز رو رعایت نمی‌کنه نمی‌کنن بله گرفته بالا من حتی مثلا تو این دستشوی عمومی هستو اینجا مثلا یکی بغل دستم خیلی نزدیکم باشه سختم خیلی دست چی برم آه. دیدی دیدی اینه که دیدی این که وای میسی تو ایران نیست اینا زیاد بره. خیلی اصلاً... کم تره اصلا وجود نداره آره نیست چرا هست دیدم بعضی هست ولی نیست اینا که وایس داده است واقعا وایس داده هست جدید تو... بعد دیدی آدم اکثرا میان نزدیکت وای میسی این خیلی عجیبه چرا مثلا پنج شون برات چه بغل کار داره تو از اینا اینا بغل آدمو من من یه دانشگاه رفته بودم داشتم دستشو که استادم اومد وایستاد بغلی شروع کرد با ما هر حرف زد وای حرف بزنه بود که دیگه خیلی بده سب لامصب آقا جدی کردی موعظه. حالا که روی روی تاپیک چیزیم وایستاد من از ایران اومده بودم ایران که نبود و بلد نبودیم ما اینا چی دستشویی نمی تو ایران آشی استاد بعد من مثلا میاد بغلی همین که کوروش میگه میاد بغلت وای میسه دیگه بعد خب صدا رو میشنوی که اون بغل داره چه اتفاق میفته با... با... میدیدم مثلا صدای اه... کمربند نمیاد چه مثلا آه. من جوری بود که بلد نبودیم تو کمر... کامل میکشی با این کمربنده آره. بس <laughs> خیلی بهش فکر بیکنم که آقا اینا چی کار میکنم مثلا کمربند چرا باز نمیشه چون من کمربند باز میکنم صدا میده آجی اینو پیراناشون هم در نمیارن که مثلا <laughs> <laughs> لخت <لقطه> کامل <پیرانو> <laughs> 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 بعد فهمیدم که متدش متدش چه جوری چند بار دید نه نه دوستان بگم قبلا تو چیکار میگی کامل نه نمیگه آخه واقعا نیست تو ایران دیگه واقعا نیست آدم نمیدونه سیستمش خب میدونی دیگه خود سیستم بعدا خودت که میدونی یعنی میدونی لازم نیست کامل شلوار رو بدی پای نه حالت زیپ اینا از زیب بعد نه اون از زیپ میگم بچه این اپیزود دیگه بسش کنیم خیلی افتضاح شد چیزی هست که خودت بخوای بگی که نگفتی تا الان فقط می‌خواد تشکر کنه از خانواده‌اش به تمام که نه واقعا یعنی سوالی بود که ما ازت نپرسیده باشیم نه خیلی سوال بال بود تجربت چطور بود نسبت به فکر میکردی تجربت چجوریه تجربه خیلی خوب بود خیلی پیشنهاد میکنم به نه نه واقعا نه دارم میگم از اینکه که کردی خیلی مزخرف تر باشه نه وا چرا فکر کنم مزخرف تر باشه تو همین حد یه همین حد مزخرفه نه خیلی هم باحال بود حال داد زیاد فکر نمیکنم پادکسته خب بعدم پشیم میشم نه اگرم میفته چی چیزایی گفتم نه نه من برازارم تو چیزی برای نگفتم اون چیزی بعد ما گفتیم بیشتر <تصفح> خیلی خب تموم کنیم آده دیگه بزن مرسی از <تصفح> تمام کسایی که چه هنگی؟ تا اینجا ما بودن ما توی تمام فضای مجلس اسم و توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و میتونید تصویری از یوتیوب تماشا بکنید ما میریم و هفته دیگه با دوتا موضوع جدیدی که برمیگنیم فعلا خدافز خدافز خدافز, بذار بیا هی اول که بهترین دستای نورتامریکارو داره آه دیدی در دست دستش نه اشتباه